بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید، برنامه امروز رو شروع میکنیم. چهارشنبه 24 ماه فوریه سال 2016 میلادی و برابر است با 5 اسفند ماه 1394. خود من بارها به دوستان میگم که وقتی میخواین برنامه بذارید روی کاغذی سرتیتر گفت چیزایی رو که میخواین در موردش صحبت کنید بنویسید و بعد هم مطمئن باشید که از روی اونها به ترتیب میخونید یا اینکه همه رو میگید و فراموش نمیکنید. اولین حسنی که داره، شما هی نگاه میکنید میبینید مثلا 20 تا موضوع مونده، کمتر حرف میزنید. دومیش اینه که یکی یکی خط میزنید، از قلم نمیندازید و محاسن زیادی داره. امروز من قرار بود با آقای زرتشت احمدی راغب، این دوستانم مثل خود من از بس اسم عوض کردیم دیگه اسم و ماهیتمون رو هم از دست دادیم. یکی از دوستان گفت والا دیگه نه وطن داریم، نه خونه داریم، نه زندگی داریم. بذارید من راجع به منزل و خانه و زندگی یک ویدیوی کوتاهی رو به شما نشون بدم. شما این ویدیو رو ببینید و موضوع برنامه امروز من با شما این باشه که اگر کسی، یا ویدیو رو ببینید بعدم، بذارید صدارم باز کنم که چه می شود. پلیر 4. خب این آقا که از این لباس‌های کارگری که در خیابون اینا رو می‌پوشن که مردم ببیننشون، شبنما هم هست و از لحاظ سیفتی و ایمنی. ببینید این ویدیو رو. ممنون از شهناز خانم که این رو با ما شیر کردن و در میون گذاشتن. خیلی ویدیو جالبیه. البته اون طرف به انگلیسی حرف میزنه، میگه این قفس رو باید له کرد و انداخت توی سطل زباله، جایی که بهش تعلق داره. و قفس این، نمیدونم به اینا توتی میگفتیم یا کاسکو، چون اونایی که خاکستری رنگ بودن یادمه تو شیراز این فامیل قوامی یکیشو داشتن و من زورا وقتی همه میخوابیدن بچه بودیم دیگه، خوابمون نمیبرد، میرفتم با این صحبت میکردم، اولا سوت میزدم، میگفت سوت نزن، سرور خوابه. بعد من فکر میکردم یکی از آدما هستن که اذیت میکنن، میرفتم نزدیک و اینها، خلاصه میدیدم خیلی قشنگ حرف میزنه و میگفتن که توتی فقط تکرار میکنه ولی کاسکو یه چیزی، اگه کاسکو یه چیزی اینجوری، حالا جمشید ایراد میگیره فوری، اون میتونه حتی فکر کنه، جمله بسازه، برگرده. اینجا که هزار رنگ و هزار شکل داره، همونجوری که دیدید، با وجودی که این قفس این حیوان رو محدود میکنه ولی عشق و علاقهی بهش داره که حالا که قفسش خونشه اینجوری خراب میکنه، اون فوش میداد. توتیه یا کاسکو، هرچی کاسکو هرچی بود، داشت فوش میداد. در هر صورت از یه طرف من فکر کردم اگه کسی خونه ما رو ازمون بگیره
خونمون رو خراب کنه، ما چه عکس العملی نشون میدیم؟ از اون ور دیدم که ما هم درست کار همین توتیه رو میکنیم و هیچ کاری نمیکنیم، فقط فحاشی میکنیم. ضمن اینکه این توتی اگر عصبانی میشد باید بلند میشد، پرواز میکرد، با اون نوکش و با اون چنگ و اینها میافتاد به جون این. ولی لابد میبینه که اگه افتاد به جون این، خب فردا کی دون بهش میده، کی زیر پاشو تمیز میکنه، کی در این خونه رو باز میکنه، و حیات این به حیات این مرد بستگی داره. از طرفی ماها همه درسته که خونه هامون ممکنه کوچیک بوده، محدود بوده، آمدیم اینجا یه جای بزرگ، این توتی از اون قفس اومده توی توی اتاق، ولی باز اون احساس رو به اون قفس آهنی به عنوان وطن، به عنوان خونه، به عنوان منزل، هر چی که بگی داره. نظر شما در این باره چیه؟ چرا من همین اول برنامه از شما پرسیدم؟ خیلی از دوستان میگن آقا شما یه چیزایی رو که میپرسی، ما اولا نمیدونیم کجای ویدیو قرار گرفته، بعضی وقتا با 2 ساعت نگاه کنیم و هیچ کس حوصله 2 ساعت نگاه کردن رو نداره. البته من میدونم منظورشون چیه. منظورشون اینه که چون تنبل هستن و دقت عمل ندارن، حتی وقتی نگاه میکنن نمیتونن اون رو پیدا کنن. ما هم تصمیم گرفتیم که از امروز هر چیزی رو که میخوام به عنوان تاپیک برنامه بذارم، همین اول برای بی‌حوصله ها، الان توی 7 دقیقه صحبتمونو کردیم، ویدیو رو گذاشتیم، شما هم بیاین و نظر بدید. و اما این بیایید نظر بدید و اینها، یه ویدیوی رو یکی از این دوستان، وقتی من میگم دوستان، نه اینکه طرف باهاش میرم چای میخورم، باهاش میرم عرق میخورم، باهاش میرم مثلا چلو کباب میخورم، دوستانی که رو فیسبوک هستن، اکثرم قلابی هستن، اکثرم نامونشانی ندارن، اکثرا از تنهایی اونجا هستن، یکیشون نوشته بود که آقا این ویدیو رو دیدی؟ نوشتم بله، من این رو سالها پیش دیدم و فکر میکنم آقای عزیزان، فضائل عزیزان این رو درست کرده. و گفت که این چند خرجشه که بذاریش روی فیسبوک؟ گفتم چون حجمش کوتاه هست و روی فیسبوک معمولی میتونی بذاری $10. و میخوام به شما نشون بدم اینایی که امروز میان برای شما، حالا چون رفتن مثلا کالیفرنیا، میخوان هوای سلطنت طلبارم داشته باشن، چجوری قیافه عوض کردن. کسی که حتی توی این ویدیو، باز اینم یه سوال خوب دیگه، بذارید این ویدیو رو بهتون نشون بدم، از روی فیسبوک باید پخش کنم براتون، شما به من بگید که منظور این آقا کی هست. آقای بهوانی دارم تبلیغ مجانی برات میکنم، تو خواب هم شما نمیدیدی که 6-7 هزار نفر، 26 هزار نفر، نمیدونم چند هزار نفر بیان ویدیوی شما رو ببینن، ولی ما به خاطر همون $10 داریم برای شما این کار رو میکنیم. ضمناً به طرفداران بی سوادت یاد بده، بگو که سوربی بارها گفته این امکاناتی که اینجا هست میتونین شما هم استفاده کنید و نمیخواد بیاین فحاشی کنین، نمیخواد بیاین تهدید کنید، و شما هم میتونید ویدیوهای اینجوری رو، لینکش رو با $10 بذارید. حالا براتون نشون میدم که کیا دیدن، چند نفر بودن، کجا بودن. بذارید صدای این رو هم براتون باز کنم. و سوال من اینه، به دقت به این ویدیو توجه کنید. وقتی که این آقای بهبهانی میگه آره جاکش، منظورش از جاکش چی، کی، کجا هست؟ و منظورش از رقصیدن با سرود ای ایران چی هست؟ این هم صدا بشنوید و ببینید ایشون رو. به نیت پنجشنبه 5 دفعه بکنید، به نیت 14 معصوم 14 دفعه بکنید، همین امشب شروع کنید بکنید. مرز فرگوهر دکتر، آی دکتر، شما مملکتی نمیدونی که اصلا نوشته بشه سکولار دموکراسی؟ آره جاکش، آره رزل، آره مرز فرگوهر ایران، مرز فرگوهر، ای ایران، ای مرز پرگوهر، این تا خارج کشور رفت برو و اسم شاه گفتی یا بود مشخص سر یک موضوع مشخص، قانون اساسی،
حقوق بشر، رقص عربی. ایران ای مرز پرگوهر، ایران ای مرز پرگوهر. جاکش آره، رز آره. خب این ماجرای ای ایران ای مرز پرگوهر، میدونید که آقای رضا پهلوی یه جایی بوده، یه شبی بوده، لابد شبی و شعر و شاعر و کبابی و ربابی، ایشون یه کمی مست کرده بود با رقص ای با سرود ای ایران. دوستان یادتون باشه سرود ای ایران هیچ وقت سرود ملی ایران نبود و نشد. امیدوارم یه حکومت عاقلی بیاد سر کار یک همچین سرودی رو به عنوان سرود ملی بذاره، که خود این سرود اشکال داره. این برای اون زمانی که جنگ بوده و آقای گل گلاب و نمیدونم آقای کی بود که پیانو و اینها، دختر خالقی و اینها اینو درست کردن، این اون موقع درست و خوب بوده. ولی این که الان مرز ما خاکشم نمیدونم جواهر و هر بیکله اونجا خیلی میفهمه، این غلط. و اتفاقا یه سرود ای ایرانی یه نفر درست کرد که از بس بی عقلا بهش حمله کردن اونو برداشت. حالا من نمیدونم این آقای بهبهانی منظورش به آقای رضا پهلوی هست رهبر و نمیدونم اینها، شما بگید. اینم حال فعلا دو تا ویدیو، دو تا تاپیک. چرا من این رو نشون دادم؟ این رو از زور دل اون کسی که نوشته بود که آقا سوربی شما دوباره باز پیدات شد، این انقدر احمق، من اینجا بودم و هستم، شما دوباره پیدات شد، چون شما عادت دارین هم بیرین تو سوراخ از ترس هم میایین بیرون، من اینجا بودم و هستم، من از 98 که آمدم تو تلویزیون همینجا بودم و هستم و خواهم بود تا روزی که دلم بخواد برم. و اما اینها هنوز نفهمیدن شما اگه عاقل باشید یه چیزی یه جایی که میاد اگر عکس العمل نشون ندید اون میره تموم میشه. این رو به شاه هم نصیحت کرده بودن، آقا این دانشجو اگر باباش کارگره، بدبختی داره، چکمه نداره بره مدرسه، داد میزنه، بذار داد بزنه، نندازش زندان، معروفش کن، چهارتای دیگم بیاد. این شعور رو نه شاه داشت، نه سیستمش داشت، نه شماها دارید. باعث میشه که بهتون، بذارید اینو من بهتون نشون بدم که یک کمی بلکه یاد بگیرید از تلویزیون اونا که فقط رقص عربی یاد میگیرید. اینجا نگاه کنید شما، آها این قسمتی که با آقای بهار هست، این من کاملا یادمه. این ماجرای رقص عربی، چرا ایشون رقص عربی کرد؟ چون سیگار کشیده بود، نمیدونم حشیش میکشیدن، علف میکشیدن، چی میکشیدن. حالا براتون میگم، این روزی هست که آقای بهار، اول من مصاحبه کردم با آقای غلام حسین مصباحی، پول اون برنامه رم مردم داده بودن که آقا این تو برنامه آقای شهرام همایون میاد چنین و چنان، چرا شماها نمیاریم؟ من گفتم من اصلا نمیشناسمش. تماس گرفتیم و پیدا کردیم و این آقا گفت من اینقدر خرج بلیتم و هتلم میشه، اگه کسی میده ما هم میایم. آقای شهافر، آقای چیز درست میگه، آقای افشارها میگه آقا شما اگه دعوت میکنی من شرایطم اینه، من $1,000 $1,500 $2,000 میگیرم، اگه گفتی با هواپیما بیای باید هواپیمای فرست کلاس باشه، بیزینس کلاس باشه و غیره. و شما دیگه نمیخواد هی بیای اینو بگی، این خب نشون میده که از جای پول نمیگیره، باید پولشو شما بدی تا بیاد. اونایی که از جای پول میگیرن زر و زر مجانی میرن این ور ور. ولی اون روزو براتون بگم، این آقا سر کار بود، به من زنگ زد گفت که این مصباح آمد، همین کلمه جاکش هم همیشه ورد دهنشه، این مصباح جاکش آمد. گفتم بله، ما در رستوران شمشیری داریم نهار میخوریم، من رفتودم اینو از هتل برشتودم آوردودم نهار میخوریم بعد بریم برنامه اجرا کنیم. گفت منم میتونم بیام تو برنامه؟ گفتم نه دیگه، من هستم و این، ولی بعدش این اینجاست و شماها بیان تو تلویزیون باش مسابقه. این نمیدونم سیگار کشیده بود گم شد نتونست بیاد شمشیری، ما شمشیری نهار خوردیم رفتیم رنگارنگ، آقای بهار اونجا بود. آقای بهار و داور تصمیم گرفتن که آقای بهار هم با ایشون یه مصاحبه داشته باشه. آقای بهار داشت مصاحبه میکرد، این آقا از راه رسید. قبل از این مصباح
ول کرده بود رفته بود، چون به پرچمی که اون باور داره اینها بی احترامی کردن، اون ول کرده بود رفته بود، صندلی خالی بود، این آقا نشه خمار من نمیدونم وضعیت اینا چیه، آمد اونجا چشما سرخ مثل خون، همیشه هم اینا وایزینشون توی جیبشونه، حالا ما از آب گرم و از نمیدونم مشکل چشم و خشکی چشم، چشمون گاهی قرمز میشه، اینایی که هشیش مشیش میکشن درسشون بلدن، وایزینشون تو جیبشونه، هر وقت میخوان برن جلو دوربین وایزینو میزنن میان، ما احتیاجی نداریم، تازه این روزا هم هشیش همه میکشن، هر مرضی داری دکتر میگه تازه دود کنی بهتر میشه، فشار چشم، همین فشار چشم که من دارم میگه اگر یه سیگار هشیش بکشی خوب میشه، گفتیم بابا ولمون کن دیگه. در هر صورت این ماجرا اینه، چرا اینو من گذاشتم براتون نشون بدم، تا امروز روی اونجایی که بود حدود 26000 خورده ای آمدن، میبینید دوستان 6590 تا ویوز یعنی تماشا کردن، اوکی؟ بعد میان پایین اینجا نوشته 858 نفر آمدن این رو دیدن، برای که این مال دومیشه، ولی اون تعداد ویو مال کلش هست، از دیروز تا حالا که ما گذاشتیم این هم همه آمار و ارقام هست و شماره و نمیشه کسی دروغ بگه، اوکی؟ بفرمایید اینجا ساعتش رو نگاه کنید، پریروز ساعت 1:43 بعد از ظهر فبروری 22 و نوشته که رقص و لودگی و فحاشی یک مجری تلویزیونی، وقتی که آها من اینو اضافه کردم، از بس که این مردم سوال میکردن آقا این کیه چرا اینجوری شده، من نوشتم که وقتی علف خورده باشی یا علف کشیده باشی آزادی میشه این. دوستان اگه این آقای بهبانی علف نکشیده بود الان میتونه بره منو سو کنه، آقای بهبانی برو دنبال یه وکیل منو سو کن که من میگم شما علف کشیده بودی و علف میکشیدی. حالا اینجا ببینید چه خبر شد دوستان، 26000 دوستان میبینید، لعنت به این فیسبوک، فیسبوک ایرانی ها خیلی ها بهش میگن فیک بوک، نگاه کن ما کجا بودیم، کجا هستیم، کجا ما رو داره میبره، دوباره یه بار دیگه حرکت از نو، این بالایی که 6619 تعداد کسایی هست که ویدیو رو دیدن از اول تا آخرش، یه دقیقه اونیم هرکی نگاه کردن، تعداد 26804 تا آدم پیپل مردم از روی این رد شدن دیدنش. این همون ماجرایی که اون دوستمون توضیح داد و گفت وقتی مینویسه ریچت، آقای عزیزان برای شما هم هست، وقتی مینویسه ریچت یعنی این ویدیو رفته روی اون صفحه فیسبوک اونها هست، حالا چند تا نگاه کردن اون مینویسه که 6000 خورده ای بالا نوشته، حالا وقتی هم که رو این میزنی تمام اینها رو براتون توضیح میده، کیه، کجاست، چگونه دیده، چند بار دیده، تا آخرش نگاه کرده. بفرمایید 26804 نفر به دستشون رسیده، 6619 نفر نگاه کردن، 341 نفر ریاکشن یعنی عکس العمل نشون دادن، یا با اظهاراتشون، نظراتشون، یا با اینکه این رو با دوستانشون در میون گذاشتن، 178 نفر لایک کردن، یه نفر نمیدونم این دیگه چیه واو، یه نفر 91 نفر کامنت گذاشتن، 71 نفر شیر کردن و الی آخر. این ببینید اگه اینو جمع کنید، ببخشید این میشه مجموعه این 341 و خیلی بعدم نمیدونم دیگه نشته 3858 و پست کلیکس، حالا دیگه اینها میگم خیلی نمیخواد به این قسمت تکنیکش وارد باشی، ولی بحث من اینه، همین جوری که اون دوستمون $10 پرداخت کرده این ویدیو رو گذاشته، شاید هم خود بهبهانی از کسادی بازار، دیروز دیدم یکی از برنامه گذاراش میگو ما اینجا میخوام یه چیزایی ببینیم داریم بفروشیم، نه بفروشیم، هدیه بدیم به این و اون، حالا تو تلویزیون کی چی داره میخواد هدیه بده من نمیدونم، اینجا هم رسمه تو تلویزیون‌های آمریکا میگن شما اگه $100 بدی به هدیه سی دی میدیم، $200 بدی به هدیه لیوان میدیم، $300 بدی به هدیه کیسه بک بک، از این کوله پشتی ها میدیم و الی آخر. در صورت شاید اینا از کسادی خودشون آمدن این کار کردن،
من کاری ندارم، هر کسی به هر اسمی میتونه یه پولی بفرسته و بگم آقا این مقاله، این ویدیو. و یادتون باشه آقای عزیزان که آمده این ویدیو رو درست کرده، این ویدیو نه صداش رو عوض کرده، نه شخصیتش رو عوض کرده. هر چیزی که من میگم، شما میگی، آقای افشارها میگه، آقای شهافر میگه، هر کسی میگه، این وقتی آرشیف شد، بایگانی شد، هر کسی میتونه استفاده کنه یه تیکه دو تیکشو و زیرش هم حتی نظر بده. خلاصه یادتون باشه اگر هزینه نکنید و بخواید مفتخور باشید، میشید مثل همون تلویزیونی که الان همه التماس میکنن آقا کمک کن و خودشون هم میگن هیچ که کمک نمیکنه. همینجا جا داره من از اون دوستی تشکر کنم که برای ماه مارچ و آپریل $200 فرستاده. از دوست دیگه ای تشکر کنم که برای ماه ژانویه و فوریه، چون ماه قبل کردیت کارتش اشکال داشت، اشکالش این بود تا برج 11-16 به اصطلاح اعتبار داشت، بعد اینو تمدید که کرده بودن شماره جدیدش اینا رو به من نداده بود و ایشون به من گفت که برای برج ماه ژانویه و فوریه. الان که من گفتم یادم افتاد که این کارت شما تا 11 اعتبار داشت، پس برای دسامبر هم کمک نکردیم. البته بماند ما که طلبکار کسی نیستیم. ایشون $45 داده برای 2 ماه، ما میگیم الان $45 داده برای 3 ماه، دسامبر، ژانویه، فوریه. ولی یه نصیحتی میکنم به اون دوستمون، میگه که داشتم به اون دوست مشترکمون صحبت میکردم و گفتم که 1-2 ماه هست برای سوربی، برای تلویزیون مردم به اصطلاح حمایت نفرستادم، کم کم صدای سوربی در میاد. و اون دوستمون گفته بود حالا عجله نکن، لازم نیست ماه به ماه بفرسی، میتونی 6 ماه یه بار یه سال. گفتم بابا این چه نصیحتیه، ما از این ور هی فریاد میزنیم که ملت اگه میخواین ماهی $5 بدین، مداوم دائمی باشه که ما بتونیم روش حساب کنیم. باز نمیدونم این ضرب المثل رو میشه برای این استفاده کنیم یا نه، رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. مثل همین دوستمون که میگه آقا $22، $23، $25، بعض وقتا برای من ویدیو پیام که میفرسه میگه اینم 3 دقیقه برات مسیج گذاشتم $3 اضافه کن. اینها ببخشید نمیخوام بگم 100 شرف دارن به اون که یه دفعه میاد $4000 میده بعد دیگه پیداش نمیشه، چون ما رو لوس میکنه، اینجا میگن سپویل میکنه، عادت میده به اون $4000، بعد ماه دیگه ما هیچی نداریم، میشیم مثل این بنگیا. خب ممنون دوستان عزیز. امروز من گفتم قرار بود با آقای زرتشت احمدی راغب از ایران درباره انتخابات، درباره فاز جدید آقای محمد نوریزاد صحبت کنم، که چون رفته بودم بیرون، میبینید سریع آمدم با همین لباسم نشستم اینجا، برای ایشون نوشتم وقتی بیرون بودم که من ممکنه نرسم به موقع. ضمناً ما امروز یه برنامه فوق‌العاده‌ای داریم به خاطر اینکه جمعه وقتی که برنامه آقای افشارها ساعت 3 بعد از ظهر اجرا میشه، انتخابات در ایران تموم شده، ساعت 12 شب، 11:30 شب. این برنامه رو فوق‌العاده گذاشتیم به خاطر انتخابات ایران. باز این نظرات آقای افشارها رو ببینیم و بشنویم. ضمناً دوستانی که در رابطه با آقای افشارها چه روی فیسبوک چه با خودشون تماس گرفتید، من بارها گفتم یه بار دیگه میگم که قرار ما این شده که اگه کسی برنامه میذاره، اگر ایمیل نمیده، اگه تلفن نمیده، یعنی نمیخواد باهاش کسی در تماس بگیره، تماس باشه. اگر میدن مستقیما با خودشون تماس بگیریم و من این وسط نمیخوام آتش بیار معرکه باشم. این دوستمون خیلی قشنگ نوشته بود نه شما آتش بیار معرکه نیستید، شما میشید پیام آور، میشید قاضی، میشید قاضی و هیئت قضاوت و جوری و فلان، نه یکی میشه دیگه، هیئت منصفه. من براش نوشتم دستم به دامنت، نه من بارها در برنامه گفتم من نمیخوام قاضی باشم، نمیخوام حتی هیئت منصفه و جوری باشم. من از زمانی که در آمریکا بودم 2 بار برام نامه آمد از دادگاه که بیا و قضاوت کن.
رفتم وکیل، پول وکیل دادم که اون تماس بگیره که آقا این سربی به خاطر اینکه در حکومت‌های دیکتاتوری بزرگ شده، حکومت دیکتاتوری شاه، حکومت دیکتاتوری شیخ، قضاوتش قضاوت درستی نیست. اگر یک کسی رو با پاگون و با درجه دید فکر کنی آدم زورگوییه، اگر یک کسی رو با فکل کراوات دید فکر کنی آدم مؤدبیه، اگر یک کسی اینجوری، گفتم آقا من اینجا میگن پری جاجمنت، یعنی پیش قضاوت میکنیم، اگر یه سیاهی رو ببینیم از دور داره میاد میایم این ور، ولی اگه یه پسر سفید چاقوکشی پشت سرش داشته باشی بیاد این خیالمون نیست. در هر صورت به این دوستمون گفتم نه من این کارو نمیتونم انجام بدم، ولی ایمیلی رو که ایشون نوشته من میخونم چون روی فیسبوک بوده و اینم برای آخرین بار. امیدوارم ایشون بعد از این که من ایمیل و شماره تلفن آقای افشارها رو بهشون دادم با خودشون تماس بگیرن. و دوستان یادتون باشه اگر برای کسی ایمیل زدید طرف دوست نداشت بهتون جواب بده، این حقشه. آقا طرف آدم کشته، الان اینجا میدونید که یه رانندهی که مال اوبر بوده این دیگه کی بوده، 6 نفر رو کشته، 2 تا رو زخمی کرده، بعدم بین این کشتارها رفته مسافر سوار کرده، مسافر کشی کرده که اون مسافر کشی که مسافر گفته این چیزایی که میگن و نشون میدن شبیه شماست، نکنه شما اون باشید، این گفته نه ولی اون فرار کرده. بمانه اینو الان که آوردن اونجا میگه من ترجیح میدم صحبت نکنم، این حق هر کسیه. اینجا بهش میگن take fifth، فکر کنم fifth این همون به اصطلاح حق، اگه اشتباه نکنم میشه مثل متمم قانون اساسی، که یعنی به دلیل اون پنجمین متمم چیزی که اضافه کردن اینه که حق میده به یه کسی که سکوت اختیار کنه، یه وقت چیزی نگه که به ضرر خودش باشه. حالا شما میخواد بگی جا خالی کرد، آقای شهافر میخواد بگی نمیدونم گفت $1,000 که نیاد، شما هم حق داری هرچی میخوای بگی، ولی اون حق داره پاسخ نده به شما. یا شاید ایمیل رو نگرفته، ایمیل ها که میدونید ایمیل، اولین ایمیل شما که میره میره توی قطعی اسپم آشغال، نمیدونم یکی دیگه چیه، ترش نه همون اسپم جانک، ولی روزی 100 تا ایمیل میاد که آقا اینو بخر، این کارو بکن، این پوماد به ما رو کلت شاخت میره پایین، این پوماد به ما شاخت بزرگ میشه. اونا رو هر چی میگیم آقا این اسپمه، اونا رو باز دوباره میفرسن، نمیدونیم چه جوری کار میکنه. قرار شد طبق نوشته بریم 3 بعد از ظهر با آقای دکتر کاظم افشارا هستیم. ویدیوی خانه و وطن رو نشونتون دادم، قفس اون توتی نظر شما چیه، ویدیوی این مجری که بنگ کشیده بود یا حشیش کشیده بود یا دوا کشیده بود، این رو بهتون نشون دادم. اگه یادتون باشه برنامه من رو دنبال کرده باشی بهتون گفتم یه بار آقای مسعود امینی آمده بود اینجا برای مجاهدین که اون شعر بچه های تخت جمشید بیاین با هم بریم فلان به خونه، خدا میدونه چند پولش دادن اینا، به من زنگ زد گفت سوربی من اومدم اینجا بریم با هم یه نهاری بخوریم. گفتم قربان بنده سر کار و اینا هستم، من 8 قراره برم تلویزیون. بعد گفت که خب حالا تو نیستی ما توی اینجا بریم کجا چیز بخریم، سیگار. گفتم سیگار که همه جا 7-11 اینا. گفت نه بابا منظورم سیگاریه. گفتم والله من نمیدونم. گفت تو تلویزیون رنگارنگ هستی نمیدونی؟ گفتم چی قراره هر کی تو تلویزیون رنگارنگه مواد مخدرم بدونه کجاست؟ من نمیدونم. آبجو به من بگو میدونم، عرق به من بگو میدونم، ولی نمیدونم اونا کجاست. بعد گفتم که از آقای بهبهانی سوال کن. گفت شماره تلفنشو دادم. بعدم که بهم زنگ زد گفت کارمون درست شد، آقای بهبهانی کمک کرده. آقای بهبهانی شما برو بندر سو کن. البته تو کالیفرنیا الان بس که آزادی، احتمالاً اونجا با نسخه الان جنس خوبش هم گیرت میاد، چون این چیزایی که اینجا بهت دادن فکر کنم به جای حشیش بعضیاش هم ببخشید اون وقتا میگفتن که یه چیزای دیگه بهشون میدادن طرف میکشیده گیج میشد. خب و اما پیام همشهری خودم آقای خزایی. آقای خزایی قربونت برم کاکو شیرازی، ما قرارمون این بود شما زنگ بزنی بذار من برات یه نمونه اجرا کنم که ببینیم چی میگم. ببین گوشی تلفن، اول گوشی تلفن برنمیداری، اول مثلا میزنی اینجا گویا .com بفرم، این گویا که آمد میزنی گویا نیوز،
اینجوری. ببین دوست نازنین، من حالا روی این بهت نشون میدم که اون کاری که قراره شما لطف کنید و در تلویزیون مردم انجام بدید، شما هم تهیه کننده هستید هم مجری هستید. قرار نیست شما تهیه کننده باشی من مجری باشم، چون ایشون یه پیامی گذاشته، دو سه تا خبر رو گفته، گفته حالا تا کامپیوتر من خرابه شما، البته لطف کرده گفته اگه خواستی در این موارد هم صحبت کن. ممنونم، بله اونجوری به من تاپیک میدی، به من موضوع میدی، ممنون. ولی اون چیزی که ما گفتیم اینه، ببینی اینجا نشته پنج اسفند، ما به شما اینو گفتیم. مثلا شما میخوای اسمتو بذاری اسم و دیگ، یعنی کفگیر و دیگ، بذار این گذاشته اسمشو از میان اخبار و هر کسی هر چیزی رو دوست میداره میاد میگه. اینجوری شما میگید مثلا، حالا شما میخوای بگی درود، بگو درود. میخوای بگی یه نفر درود اشتباه نوشته بود درد، گفتم بابا جون این درود غلطه اینجوری که نوشتی. بله، یکی مثلا من اگه بخوام این کارو انجام بدم در 10 دقیقه، بعد از اینکه یکم سکوت کردم، شما ببین چجوری اجرا میکن. این تلفنو ببندم، ببخشید. به این صورت میگم که با سلام به بینندگان شنوندگان تلویزیون مردم، برنامه از میان اخبار رو امروز آغاز میکنم. سرتیتر اخبار: پشت پرده قطع شدن سایت‌های خبری در آستانه انتخابات چیست؟ سخنرانی زیبا کلام به تشنج کشیده شد. وزیر اطلاعات: انگلیسی خواندن نامزدها جفا به شورای نگهبان است. این عکس‌ها نمایشی است یا حقیقی؟ اسامی نهایی کاندیداهای اصلاح طلبان در سراسر ایران. حالا بعدش شما هی پیشرفت که میکنی، وسطش یه دینگ دینگی هم میتونی بزنی، یه کم مکس کنی، اون دیگه خودت ذوق و سلیقه خودته. حالا این خلاصه خبرها رو که خوندی که مثلا میشه 1 دقیقه، از بین اینها یکی دو تاش برای شما مهمتره. اون رو اگه یادت باشه میگو حالا میریم مشروع اخبار، یعنی اون چیزایی که بهتون گفتیم مشروعشو میگیم. در صورت کار ساده ایه، ولی میدونید که کارهای ساده هم با انجام دادن تعداد زیاد و همون ماجرای کنیزک و بهرام گور، کار نیکو کردن از پر کردن است، اونجوری بهتر و بهتر میشه. تا اونجایی که من بلدم اگر کاری از دستم بر بیاد، کمکی بخوای انجام میدم. من همین امروز که دیر شد کارم و اینها، این بود که صبح ما یه قراری داشتیم برای یه کسی ویدیویی درست کنیم که امیدواریم به زودی کارش را بیفته. میاد در رابطه با این مواد کمیکال شیمیایی که من و شما یه قرص که میخوریم، میگه این قرصه برای سردردت خوبه، بعد پایینش انقدر نوشته که قلبتو اذیت میکنه، ریه‌تو اینجوری میکنه، مواظب باش نمیدونم فردا اگه دهنت خوش شد حتما مغزت هم فلان کرده، اینها عوارضشه. این دوستمون میگه که اگر ما چیزایی رو پیدا کنیم که بدنمون لازم داره و در طبیعت هست، احتیاج به این چیزای شیمیایی نیست، چون چیزای شیمیایی میخواد یه قرص درست کنه برای همه، این برای این یکی خوبه، برای اون یکی ریش خراب میکنه، برای اون یکی نمیدونم کلیهشو صدمه میزنه. در صورت این دوستمون یه نیم ساعت اول دیر اومد، بعد گویه 15 دقیقه دیگه دیر میام، گفتم اوکی. بعد من که قرار بود برم بیرون کاری انجام بدم و برگردم بیام، برای آقای زرتشت راغب نوشتم که متاسفانه فکر نمی کنم دیگه برسیم که با شما باشیم. و اینجوری دوستان، سعی کنید به قراراتون احترام بذارید، سر قرارتون حاضر بشید. شما دیدید وقتی که من در حین برنامه هستم و یادم میره و از خود بی خود میشم، یه دفعه یادم میاد 1 دقیقه دیر تماس میگیرم به کسی، همونجا ازش عذرخواهی میکنم، میگم پوزش میخوام. دوستان به نظر من معذرت خواهی میکنم غلطه، معذرت میخوام یا عذرخواهی میکنم. من این رو شنیدم و میبینم که همه جا میگم. یک چیزی رو دیروز یک کسی نوشته بود درباره یک خانمی که در ایران خیلی موفق هست، در کانادا یه خانم ایرانی که در کانادا موفق هست و چنین هست و چنان. والا اون جمله آخریش که نوشته بود، من
نوشتم برای دوستان فرستادم، بعد گفتم حالا اینا به من میگن آقا این ریخته به هم، گفتم عکسشو بگیرم، عکسشو گرفتم براشون فرستادم، اینا فکر میکنن من شوخی کردم، جوک میگم. حالا اگه بتونم پیداش کنم امروز برای شما نشون میدم، یا اگه بتونم این نوشته رو برای آقای افشارها میفرستم، حتی میذاریم رو چی که آقا خانم شما بخون ببین واقعا فارسی ما بد شده یا فارسی اینها بد شده، که توی لس آنجلس هن حتی ابراز میگن که اینها ژورنالیست های 30-40 ساله هستن مقاله مینویسن، ولی مقاله هاشون من که نمیفهمم، احتمالا اونایی هم که توی ایران هن نمیفهمم. خب دهمین انتخابات مجلس در ایران جمعه 26 فوریه است. همون جوری که میبینید افراد زیادی، میبینید دوستان یکی یکی اینا رو میگم، من الان 36 دقیقه صحبت کردم، 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 تا چیز رو کاور کردیم، یعنی 6 تا 6 دقیقه. من اگر اینجا ننوشته بودم پیام همشهری آقای خزائی یا خزائی یادم میرفت. بنویسید، فکر نکنید که خیلی مغزتون قویه، تازه میگن وقتی بنویسید، چون مینویسید اون وقت یادتون میمونه. اوکی، در هر صورت دومین انتخابات مجلس در آمریکا جمعه 26 فوریه است. نظر شما چیه؟ مردم رأی بدن رأی ندن؟ به نظر من و شمایی که شهروندای معمولی هستیم، به قول دوستمون آقای نیک دارابی، ما سیاسی نیستیم، ما به این اون پیشنهاد نکنیم، ما فقط بگیم من رأی نمیدم، من دوستان رأی نمیدم، چون اولا این رأی نمایندگان مجلسه. یه نفر برای من نوشته آقای صوبی تبریک میگم، پس هفتم اسفند ماه 6 مردم رأی میدن، هفتم اسفند ماه شما رئیس جمهور میشی، این عکستم برای رئیس جمهوری خیلی خوبه. گفتم قربان شما اینقدر از من خوابتری، این نمایندگان مجلس 290 تا 290 خورده. من باز نمیدونم این آقای اوسانلو و دوستانشون که این کارا رو کردن به مردم گفتن آقا خانم اینها برای مجلس محلیه، یعنی من باید جزء شیراز باشم برای شیراز، یا میتونم اگر تهران بودم 6 ماه مقیم اونجا بودم به یه تهرانی هم یا به چند تا تهرانی هم رأی بدم بماند. رفتم توی وبسایت انتخابات و اینها دیدم که میگه اگه شما میخوای نامزد بشی باید مستر داشته باشی. ببینید دوستان وقتی میگن مستر یعنی فوق لیسانس. گفتم خب بی خود نیست آقای کی بود دکتر رفته بود دکترای قلابی چاپ کرده بود، وقتی به یک کسی میگی شما باید دکتر باشی فوق لیسانس باشی تا بیای بشی نماینده مجلس، خب معلوم اونا میرن قلابیش میارن. بعد یه دوستی برای من توضیح داد این کارو کردن که رفسنجانی نتونه بیاد این بار نماینده مجلس بشه. گفتم بابا نمیتونن که قانون انتخابات رو با هر انتخاباتی عوض کنن. بماند پناهجویی و پناهندگی در آمریکا و کانادا. اجازه بدید از علی و خانواده گرامیش پوزش بخوام یا عذرخواهی کنم یا معذرت بخوام که اون روز بهشون قول دادم من در این باره صحبت میکنم و نرسیدیم، وقت کم بود، چون من با آقای کیانزاد قرار بود 10 تا 15 دقیقه صحبت کنم، شد 45 دقیقه. و اما این دوستمون قبول شده و به زودی یا میاد آمریکا یا میاد کانادا، از من سوال کرده بود اوضاع سوشال وضع کمک های اجتماعی به پناهجویانی که پناهنده میشن و میان اینجا چجوریه. بهش گفتم ببین دوست عزیز، من 30 سال پیش آمدم اینجا، من 1986 آمدم اینجا، میشه 30 سال پیش. اون موقع فرق میکرد، اون موقع شما وقتی میومدی کاری نداشتی و اینها، میرفتی 18 ماه بهت یک کمک جزئی میکردن، مدرسه میرفتی درس میخوندی اینها بمانه. الان شنیدم عوض شده، چند مدتی بود میگفتن طرف تا میاد حتی بیمه و ایناشو باید فامیلاش، ولی فکر نمی کنم اگه کسی از طریق پناهندگی بیاد یه چیزایش باید هنوز باز. من شنیدم این اینفورمیشن های من قدیمیه، شما زنگ بزنید به وکیلایی که توی کانادا هستن، وکیلایی که توی آمریکا هستن، خیلی هاشون اون جلسه اول مجانیه، خیلی های دیگه شون برای شما مجانیه، ولی خوشحال میشن که از اون سوشال از اون سوشال اونجا، از اون اداره مهاجرت اونجا پول بگیرن بابت شما. و این کار شدنیه،
زنگ بزنید به یه نفر بگید من و خانوادم قبول شدم، اگر بیام آمریکا دوست دارم برم لس آنجلس، دوست دارم برم واشنگتن، شما وکالت ما را قبول میکنید؟ اگه طرف گفت قبول میکنم بهش بگو ببین ما پول نداریم، ما شما میتونی پول را از اونا بگیری، خودتونو از همون اول بدهکار وکیل ها نکنید. در صورت اطلاعاتی که من دارم مال 30 سال پیشه، به درد عمم میخوره، 3 تاشون هم مردن. شما که زنده هستی نفس میکشی و امیدوارم سالهای سال زنده باشی و خانواده هم باهات باشن و خوش خوشحال، به نظر من با وکلای ایرانی در کانادا، در آمریکا، در کشورهای دیگه اگه میخوای بری تماس بگیر، اینها مشاوره اولی مخصوصا روی تلفن مجانیه، 30 دقیقه، 40 دقیقه، ربع ساعت با شما صحبت میکنن، مجانیه. بعضی وقتا همون 30 دقیقه که صحبت میکنی شما خودت اطلاعات به دست میاری. به غیر از این ممکنه یکیش بگه آقا من اصلا وکالت تو رو قبول میکنم و حتی اگه اونها هم پول ندن، من به قول شما چی میگن، من مثلا اینا میگن پروبونو، یعنی من میخوام خودم یک کمک کرده باشم به یه نفر. بذار ببینم این، فکر کنم آقای سعیدیه. آقای سعیدی من پشت سر ده میگم شما آدم مفتخوری هستی، حالا میخواد خوشت بیاد میخواد بدت بیاد، ببینم خودتی، بگو ببینیم، صحبت کن. آقای سعیدی عزیز، سعیدی هستم عزیزم. مدتیه من میبینم که جنابالی اعتماد به نفس تو راجب به درستی کلماتی که به کار میبری از دست دادی. خدا لعنت کنه کسی که باعث این کار شده. نگو دیگه. باور کن آقای سوزی، کسانی هستن که مطالب غلط و نادرست رو در قالب جمله های درست میگن و کسانی هم مثل شما هستن که در قالب کلماتی گاهی اوقات اشتباه مطالب درست رو میگن. لطفاً روش خودت رو ادامه بده و اجازه نده این مسئله باعث بشه که هی کش بدی مطالب رو و هی برگردی به عقب. خواستم فقط بگم که در واقع این مسئله بیشتر مزاحمت ایجاد کرده برای شما تا اینکه بتونه کمکی بکنه. مثال سادش اینه، بگو سوربی همون کلاقی که هستی باش، اگه زشتم راه میری ما راه رفتنت رو با وزن و هیکلت و اینها قبول کردیم. گرمم شد از بس صحبت کردم و اینجا چیز هست و اینا، چون از بیرون آمده بودم سرد بود ولی اینجا مثل که گرمه. شما گاهی وقتی دستتون تو آسینتون گیر میکنه یا نه؟ ببخشید دیگه، ما اینجا همینه. بله گرم بود، عذر میخوام. آقای سعیدی درست میگه، من حتی تو برنامه خود آقای افشارها هم گفتم، چون ایشون بعضی چیزها رو به من گفت آقا این که میگی درست نیست و اینها چیز شده، بذارید آقای افشارها من همین باشن که هستم. همینجا جا داره از جمشید یه بار دیگه تشکر کنم، پیام شما رو گرفتم، پیام شما این بار طولانی بود. جمشید جان لطف میکردی اقلا میگفتی اون برنامه چه روزی بوده، دقیقه چند من این صحبت رو کردم تا من اون رو روی برنامه پخش کنم به مردم بگم دوستان جمشید میگه سوربی. تا پریروزا من فکر کنم 3 بار، حالا جمشید گفته 4 باره، 4 بار یه چیزی رو اشتباه گفته. بعد دیگه نمیخواد تکرار کنی هی بگی حالا یه کسی که یه چیزی نوشته ایراد گرفته، شما ازش ایراد نگی. ایرادها هست که کارها رو درست میکنه. باور کن من اینجا اگه میرم میفتم توی دست انداز، منزل که میرسم زنگ میزنم به ویداد میگم اینجوری، اونا هم تشکر میکنن. برای اون راحت تره که کارگرشو ماشینو بفرسه سر مثلا تقاطع رود 50 و وست آکس رود سمت راست نرسیده به فلان یه چاله رو پر کنه تا از صبح راه بیفته بره تو خیابون دنبال چاله بگرده. دوستان ایراد پذیر باشید، سوربی ایراد پذیر باش. ممنونم آقای اوسانلوی عزیز، منصور اوسانلو برای من نوشته درود بر سوربی گرامی و دلسوز، با سپاس از توجه و پیشنهادات به جای شما. دوستان ببینید این آقای اوسانلو اون بود که میگفت امکان نداره این اشتباه کنه، ولی من با مقاومت با پایداری وایسادم گفتم آقا امکان داره، من تو برنامه نشون دادم، ویدیوش موجوده، رفت درستش کرد. حالا تجربه شده، برای بعد هیچ چیزی رو فکر نکنه 100% درسته. اوکی بابا، بگو ما سعی خودمون رو کردیم، تلاش خودمون رو کردیم که اشتباه کم بشه.
اینا شرکت های رای گیری به اون آنچنانی دارن، تازه میگه 3-4% ما اشتباه بالا پایین داریم، چی بهش میگن تالرنس نمیشه اون. یه در صورت به قول این دوستمون آقای سعیدی، سعیدی تو رو خدا برو دم یه ایستگاه اتوبوس یه کاغذ بگی دست، بگو من میخوام توی برنامه تلویزیونی به مردم کمک کنم، پول ندارم. ببین این آمریکایی‌ها تو یه ساعت چند بهت میدن؟ پول رو بذار جیبت، $20 بفرست برای تلویزیون مردم. این کار انجام بدید. من این کار انجام دادم برای تلویزیون مردم. من از آمریکایی پول میگیرم برای تلویزیون مردم. وقتی یه جا صحبت میکنم میگه او هاو نایس یو آر تی وی هاست، میگم نه تی وی هاست اونجوری نیستم، من زندگیمو گذاشتم روی اینجا میگن پاس، رفتم این کارو میکنم اینها. بعد میگن چه خوب، میگم شما اگه دوست داشتی میتونی کمک کنی. باور کن همون موقع دست میکنه تو جیبش $50 دست میکنه چک مینویسه، یا میگه کارتتو بده من برات چک بفرستم. یه بار امتحان کنید. من به این نادان دکتر مرتضی آقا محمدی گفت آقا من پول ندارم، گفتم دروغ میگی، همت نداری. گفت مگه چیه، من نمیدونم ندارم. گفتم بلند شو فردا صبح برو دم یه فروشگاهی اونجا که مردم میرن داخل یه کاغذ اینقدی بنویس من میتونم باهاتون صحبت کنم. همین، هر کی آمد باهات صحبت کرد بهش بگو که من میخوام یه برنامه بگیرم مردمو راهنمایی کنم، پول ندارم. پس نگید سوربی نمیدونه چه باید کرد. من میدونم چه باید کرد. تنبلید، نمیخواید از خونه برید بیرون، نمیخواید از خونه برید بیرون، همین جوریه. تلفنی پیامی بذار، دوست داشتیم پخش میکنیم، دوست نداشتیم پخش نمیکنیم. زنگ بزن، دوست داشتیم قطعت میکنیم، دوست داشتیم قطعت نمیکنیم. و اما جمشید یه چیز دیگه ای گفته، درست متوجه نشدم شما منظورتون خانم حاله، فکر کنم حاله نظری هست، اونی که زن شجره بود طلاق گرفت مجری تلویزیون، منظورتون اون بوده که یه جایی بوده و شما مهمونی بودید و شما رفتید توالت و آمدید و بعد اون داشته میرفته توالت؟ حالا امیدوارم خانم حاله بره توالت زنانه نه یا توالت مردانه، چون الان توی آمریکا یه جایی گفتن اینایی که ترانسکشوال هستن میتونن تو هر توالتی میخوان برن. خیلی جالبه، من تو تلویزیون چندین بار گفتم که وقتی من میرفتم هالیده اسپا، اون موقع هر روز میرفتم ورزش میکردم، به منیجری میگفتم آقا این آقایی که گیه من کاری بهش ندارم، به اونم بگید کاری به من نداشته باشه، وقتی میاد توی حمام اینجوری، اگه اینجوری خب منم میخوام برم توی حمام زنها. در صورت آزاد کردن. حالا ایشون میگه من داشتم از دستشویی میبادم بیرون، خانم حاله داشت میرفت و با سر تکونی با سر سلامی کردم، سرم رو تکون دادم سلامی کردم، ایشون هم لبخندی زد سلام کرد. گفتم چه خبره اونجا؟ گفتن دارن درباره سوربی صحبت میکنن. و گفتم که چی میگن؟ گفتن که میگن که سوربی درباره خانواده پهلوی بد میگه. گفت من بهشون گفتم که بد میگه یا حقیقت رو میگه، شما بدتون میاد. مرسی جمشید جان، ازت ممنونم. یه بار دیگه هم ازت معذرت بخوام که اون روز عصبانی شدم که وقتی شما سوال کرده بودی که یه چیزی رو که نمیدونستی به من اطمینان کردی که آقا تو که دوست داری یاد اینو اون بده، یاد من بده، من حماقت کردم، خیلی بهت پریدم. از این بابت ازت عذر میخوام. بیاین دوباره این نامه آقای اوسانلو رو ببینید که ایشون هم الان جواب میده، همین که هی وقت میذاره جواب میده، یعنی اینکه اون حرف ما رو گوش داده. رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، پیوسته و آهسته برو. درود بر سوربی گرامی دلسوز، با سپاس از توجه و پیشنهادات به جای شما، دوستان جوان قسمت تکنیکی سایت سعی کردن تمام تذکرات به جای شما و دیگر هموندان و هممیهنان مسئول را به اجرا درآورن. من ممنونم دوست عزیز، هم از شما هم از اون دوستان جوان. ما برای رسیدن به همبستگی باید به خرد جمعی توجه کنیم. ضمن قدردانی از احساسات مسئولیت شما و فرصتی که برای پیدا کردن اشکالات و پیشنهادات برای رفع آنها می‌گذارید، در صورتی که باز هم مواردی برای بهتر شدن کار به نظر شما رسید، سایت خبرگر ورای آزاد را مطلع
مطلع نمایید. برای مصاحبه دوشنبه آینده هم زمانش رو تعیین کردم. چشم، ممنون. قبلش هم ایشون باز اینجا نوشته بود: با درود جناب سربی گرامی، سپاس از اینکه به نارسایی هایی در سایت صندوق انتخابات آزاد در فضای مجازی برخورد کرده و بیان داشته اید. اما این را آقای کیانزاد نوشته بود. اما پرسش این است که آیا شما دل در پی رفع مشکل دارید و راهنمایی دلسوزانه، و یا اینکه با اشاراتی چونان یک نفر میتواند 10 بار رأی دهد و این صندوق هم به مانند صندوق آخوندها شده؟ در صورت با آقای کیانزاد مصاحبه کردم. دکتر حسن کیانزاد از آلمان، اگه ندیدید روی فیسبوک هست، روی یوتیوب هست، روی برید بزنید دکتر حسن کیانزاد روی یوتیوب میاد ویدیوهای ایشون، و روی صفحه آرشیو بایگانی خودمون هم هست. بعد اینجا نوشتم عکس ها رو نشون بدم، امروز وقت ندارم. جمشید در مورد شما صحبت کردم. حالا جمشید یه چیزی رو، یه جایی رو گفته، من نمیدونم چرا به کلمه مریض میگن بیمار. اون تعریفی رو که من شنیدم براتون میگم. اگه دیده باشید علامت داروخانه ها یه ماریه، دو تا ماره که دور زدن دور یه جامی، میگن این جامه آب نمک. خود ما یه خونه قدیمی تو شیراز زندگی میکردیم، ما بازیمون با مار و اینها این بود، میرفتیم آب نمک میذاشتیم، نمیدونم چی برامون گفته بودن که این نمک گیر میشه. یه ماجرایی هست، اگه کسی بیشتر از من میدونه، معمولا آقای مصطفی زاده این چیزها رو بیشتر و بهتر میدونه، بیاد توضیح بده. شنیدم به این دلیل میگن طرف بیمار هست، یعنی اونجایی که مار باشه و مار سلامتیه، وقتی بدون مار باشه یعنی مریضیه. نمیدونم چقدر، و میدونید تمام این دواها و اینا، تمام نه، خیلی از این دارو و اینا رو میگن از مار و پادزهرش و اینا درست میکنن. این چیزی بود که من شنیدم. و اما آقای رضا پهلوی رو ما اگه نداشتیم، واقعا هممون باید شب پای برهنه میخوابیدیم. باور کنید طرف دیدی میگه شکم گوش نمیخوابیدیم. اگر ما این آقای رضا پهلوی گل بلبل رو نداشتیم، واقعا باید پای برهنه میخوابیدیم. چقدر خوب شده سال یه بار برای مدرسه که باز میشه پیام میدن، سال یه بار برای سال نو چهارشنبه سوری در راه میان یه قری میدن، رو آتیش میپرن، دخترشون و بچه ها، خانمش و دختراش هم میان و اینها، و حالا هم لطف کردن گفتن که رأی ندادن خودش یک نوع رأی دادن است. یعنی نوع دادن و ندادن رو آقای رضا پهلوی برای دوستان شاه اللهی و طرفدارشون معین کرده. و اما 52 برنامه آقای فرزاد شبستری که به عنوان آخرین چهارشنبه هر ماه با فرزاد شبستری هست، امروز که آخرین چهارشنبه این ماه هست، ارسال کردن. ممنونم از ایشون. هم روی یوتیوب، روی به اصطلاح اسم خودشون رو که بذارید، هم روی آرشیو ما، هم امروز که میذاریم جدیدش، هیچی، تا هفته دیگه، تا 2 هفته دیگه هر روز هم پخش میشه. و اما یه دوستی برای ما یه ویدیوی فرستاد و گفت آقای سربی، شما ماجرای این حابیل و قابیل و اینها رو میدونی؟ میتونی برای من توضیح بدی؟ من یه چیزی دارم مینویسم، دارم تحقیق میکنم اینها، چون میبینم شما از هر دری سخنی میگی. گفتم شاید اینو بدونی. گفتم والا نمیدونم، میدونم این دوتا برادر بودن، اون یکی مثل اون یکی رو کشته و اینها، حالا یکم چیز میکنم. از یه دوستی که توی این ماجراها زیاد سر رشته داره پرسیدم، دیدم وای چه افتضاحی. این دوستمون با اون ویدیو $50 هم فرستاده بود، نوشته بود اگه میشه درباره این یا توضیح بدید یا برام بنویسید، و چون شما میگید توضیح دادن آسون تره، توضیح بدی من گوش میدم. من فوری $50 رو براش ریفاند کردم، یعنی بهش برگردوندم. البته ایشون گفت نه، من این رو برای تلویزیون دادم نه برای این موضوع. نوشتم که من حقیقتش نگاه کردم، یکم تحقیق کردم، ولی اطلاعات جامع و کافی ندارم و فکر میکنم شما باید یه جای دیگه این اطلاعات پیدا کنی. ایشون تشکر کرد از این صداقت من که نیومدم براش یه مشتی از این ور اون ور
کاپی پیست کنم از کتابای مختلف براش بفرستم یا مزخرفات براش بنویسم که بخوام اون 50 دلار. گفتم نه آقا من وارد نیستم. ای کاش یه روزی برسه ما این شهامت رو داشته باشیم اگه یه کسی گفت آقا بمب اتم چجوری میسازن مزخرف تحویلش ندیم، خیلی ساده بگیم بابا من نه مادرم بمب اتم درست کرده، نه پدرم بمب اتم میساخته، خودم هم رشته اتم و نوکلیر و هسته و فلان اینها نخوندم، وارد نیستم. تموم. بذارید بیچاره آدرس عوضی بهش ندیم، بره دنبال این ورنگاه. یه جوک براتون بگم راجع به بمب و هسته‌ای و اینها، چون این بمب و هسته اینا رو تا میگی دوستان ایرانی وصلش میکنن به ماجراهای نمیدونم نخود و لوبیا و گاز و اینها، چون توی یکی از صحبت‌ها آقای رضا پهلوی گفته بود ما اینقدر گاز داریم، فکر کنم رفته بود دیزی خورده بود، که احتیاج به بمب و به انرژی هسته‌ای نداریم. این بیچاره تاریخ رو نخونده که انرژی هسته‌ای رو بابای تو شروع کرد. برو بخون. وستینگ هاوس بهشون نداد، نمیدونم آلمان بهشون نداد، رفتن سراغ روسیه. بماند میگن که دیگه حالا این جوکره که میگم اولش یه کمی ممکنه بهتون دلتون بشکنه و اینها، میدونید که زندگی خیلی سخت شده، پدر مادرها به یه سنایی که میرسن، تو ایران هم شنیدم رسم شده میبرن میذارنشون خونه سالمندان. چه زندگی قشنگ و زیبایی داشتیم اون وقتا که اینها پیر که میشدن توی خونه بودن با بچه‌شون با نوه‌شون، بچه اگه وقت نداشت بهش سر بزنه نوه بود، اون خواهره میمد اون بچه میمد. بماند زندگی عوض شده، جبر زمان جبر مکان و باید عمل کنیم. میگه که مادری پیر شد و بچه‌هاش هم وضعشون خوب بود و هی گو آقا من دیروز دو بار رفتم شما سه بار رفتی نیومدی فلان اینا، گو آقا ببریم بذاریم مادرمون خانه سالمندان، اونجا هم دکتر و پرستار و اینها هم هست، دیگه بعدش هم حالا یا به نوبت میریم بهش سر میزنیم یا هر کسی بر اساس وجدان داشته یا نداشتش خودش میره سر میزنه. قبول کردن آقا مثلا ماهی 3000 دلار، ماهی 3000 دلار، ماهی 6000 دلار، نفر 2000 دلار، 3000 دلار، هر چی دادن سهمشون رو مادر رو بردن گذاشتن اونجا. خب یه دو روز که گذشت آمدن بهش سر بزنن ازش بپرسن که چیه، مادره که نشست اونجا و اینها، فردا صبح که اومد چیز کنه پرستارا دویدن دیدن این مادره اینجوری شده، صافش کردن. رفتن یه ساعت دیگه دیدن اینجوری شده، صافش کردن. خلاصه گذشت همه چی به خوبی و خوشی، بچه ها اومدن دیدن مادرشون مثلا شنبه یه شنبه، گفت که مادر چطوره اینجا همه چی خوبه؟ گفت والا همه چی خوبه ولی من نمیدونم چرا اینا نمیذارن من گاز ول بدم، تا اینجوری میکنم گاز ول بدم منو صاف میکنن. من اینو دیروز اینجا یکی فرستاده میخوندم هی میخندیدم. در صورت توی جوک یه مقداری جدی بودن رو باید کنار گذاشت، شوخی کنیم، شوخی خوبه، خنده خوبه، موزیک خوبه، و خیلی خوشت نباشید. ساعت 2:58 دقیقه است و من آقای چمنارا پنجشنبه هفته گذشته برنامه داشتن، تا امروز اون قرار من و ایشون بوده که یه بار برنامه زنده 7 روزم پخش کنیم، اگه مثلا فردا ایشون 6 روز پخش کنیم، یه روز زنده 6 روز بشه هفته، اگه فردا باز بخوان پنجشنبه میتونن برنامه داشت باشن، اگه نه که هر وقت دیگه ای بخوان. در صورت برنامه ایشون رو هم اسمش رو بزنید سهراب چمنارا، برید ببینید این آرشیو و بایگانی ما مرتب ترین، یعنی هر که ادعا داره بیا بگی نه آقا سوربی تو اشتباه میکنی، مال ما مرتب تره، میگیم بیاریم نشون بدیم، بغل هم نشون میدیم. مرتب ترین آرشیو تلویزیون های ایرانی رو تلویزیون مردم داره. ممنونم از شماها که میبینید. دوستان سابسکرایب بشین، یعنی اونجا عضو بشید، نترسید، نمبرنتون جبهه، نمیرن نمیدونم کارت رای چیتونه این یارانتون رو باطل کنن بگیرن. من دارم همینجوری که با شما صحبت میکنم اسکایپ روشن میکنم و باور کنید 30 تا 40 تا موضوع دیگه هست که باید بگم، و گفتم به این دلیل که میخواستیم صحبتی بشه درباره انتخابات، چون آقای افشارها وقتی راجع به رأی دادن و اینها گفتن خیلی ها مثل که درست متوجه نشدن. آقای کاظم افشارها، بله 3 بعد از ظهر به وقت کامپیوتر ما هم تماس میگیریم با ایشون و امیدواریم که باشند و
با هم صحبتی داشته باشیم. الو آقای افشارها، سلام بر شما. سلام قربان ارادتمندم. حال شما چطوره؟ بسیار بسیار عالی، ممنونم. شما بهتر؟ از این بهتر نمیشه. شما گوشی رو داشته باشید تا من بیام خدمتتون. بله دوستان عزیز، اینجا با آقای کاظم افشارها هستیم. ضمن سلام و خوش آمد به ایشون، من میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم تا صحبت کنن در هر قسمتی که میخوان، علل خصوص انتخابات پس فردا. بفرمایید، در خدمتیم. جناب سوربی، با سلام به خصوص به جناب عالی برای ایجاد این امکانات و سلامی گرم و ارادتمندانه به تمام بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم تلویزیون، خصوصا به دوستانی که به دلیلی یک یا بیشتر مراتب به هر حال با بنده تلفنی صحبت کردن. با آرزوی بهترین ها رو برای همه بینندگان و شنوندگان عزیز مردم تیوی آرزو دارم. برسون برسونم جناب سوربی که مسائلی که امروز میخواستیم صحبت بکنیم در اون بحث موضوعی عرضم به حضور محترمتون، جریان آموزش استعماری و استعمار آموزشی نیست. با توجه به این که من دیدم تمام تلویزیون ها و تمام آقایان و خانم ها اینها درباره انتخابات که همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید مسئله ای هست 100% مربوط به داخلی کشور، هیچ ارتباطی به مقیمان ایرانیان مقیم خارج از کشور نداره، فقط ریاست جمهوری است که در خارج از کشور هم به هر حال تأثیر داره، یعنی باید برن رای بدن، ولی این موضوع فقط برای ایران هست. من گفتم صحبتهایی داشته باشم، اگر خاطرتون باشه عرض کردم به صورت پاس پرسش، اگر حضرت عالی بخواید، اگر هم حالا شما یا صلاح دیدید یا مرحمت کردید به هر شکلی بنده خودم صحبتی داشته باشم، ایرادی نداره، این آمادگی هست به سر چشم. بسیار ممنون. مهمترین سوال اینه که یه سری میشنویم میگن رای بدید، یه سری میشنویم میگن رای ندید. حالا تازه اگر ما میتونستیم، که به قول شما و به قول من اصلا ما نمیتونیم، قانونا حق نداریم، این مردم چه باید بکنن؟ حرف چه کسی رو باید گوش بدن؟ به قول معروف چی میگن، نمیخوام بگم ولی فقیهشون کیه، نمیخوام بگم لیدر رو چی میگن، نمایندهشون چه کسی هست، ولی کلن به چه کسانی آدم باید رجوع کنه که بفهمه اگر اونها یه نظری دادن نظر اونها رو دنبال کنه؟ به نظر شما به چه کسی آدم مراجعه کنه؟ چشم، قبل از این اجازه بفرمایید که من افتتاح جلسم رو همونطوری که خدمتتون عرض کردم با اون بند دوم عرضم به حضورتون که ترجیح بند هاتف اصفهانی که یک نیم دقیقه وقت میگیره رو شروع بکنم. اجازه میفرمایید؟ بفرمایید. خواهش میکنم. گفت از تو ای دوست نگسلم پیوند، گر به تیغم برند بند از بند، الحق ارزان بود ز ما صد جان، و از دهان تو نیم شکر لبخند. ای پدر پند کم ده از عشقم، که نخواهد شده این فرزند. پند آنان دهند خلق ای کاش، که ز عشق تو می دهندم پند. من ره کوی عافیت دانم، چه کنم کو فتاده ام به کمند. در کلیسا به دلبری ترسا، گفتم ای جان به دام تو در بند. ای که دارد به تار زنارت، هر سر موی من جدا پیوند. ره به وحدت نیافتن تا کی، ننگ تسلیس بر یکی تا چند. نام حق یگانه چون شاید، که ابو ابن روح قدس نهند. لب شیرین گشود و با من گفت، و شکر خنده ریخ از لبخند، که گر از سر وحدت آگاهی
تهمت کافری به ما مپسند. در سه آیین شاهد ازلی پرتو از روی تابناک افکند. سه نگردد بریشمر او را، پرنیان خانی و حریر و پرند. ما در این گفتگو که از یک سو شد زناغوس این ترانه بلند، که یکی هست و هیچ نیست جزو، وحده لا اله الا. بعضتون برسونم جناب آقای سربی، که الان من حدود 20 دقیقه آخر فرمایشات شما رو رسیدم و تونستم به هر حال اسخاب کنم، توجه بکنم، گوش بکنم. آقای محترمی به نام آقای سعیدی، اگر اشتباه نکنم یک دفعه ایشون کرامت فرمودن با بنده تلفنی صحبت کردن ضمن عرض سلام مجدد. ایشون بنده رو به یاد یک خاطره شیرینی انداخت که میگن یک وقتی یک شخصی که تصمیم گرفته بود تغییر دین بدهد و مسلمان بود و رفت و یک سالی در روی این کار کردند و بردنش کلیسا که اینو غسل تعمید بدن، برخا رفت. وقتی که برخ آمد گفت جمال محمد صلوات بلند بفرست. این جناب آقای سعیدی تا جایی که من اگر اشتباه نکنم، اگر پیشا پیش عذرخواهی میکنم اگر اشتباه میکنم، مثل که یک شبی به من تلفن فرمودن و احساس کردن که ایشون با قول خودشون روحیه ماتریالیستی دارند و اعتقادی ندارن، ولی عجبا و هزار عجبا که فرمودن خدا لعنت کند آنهایی رو که شما رو اینطوری کردن. آقا یک وقتی جناب آقای سربی، من این رو صمیمانه و دوستانه به شما پیشنهاد میدم که خاطرات آندرو گرومیکو رو، البته ترجمه فارسی ندیدم، من انگلیسی چه بخوانید، خیلی جالب خواهد بود، چون من خیلی از این مموری این آقایون به اصطلاح رؤسای جمهور و بزرگان رو مطالعه کردن. این توش نمونه ای. میگه زمانی که منو برای اولین بار مولوتوف وزیر خارجش خبر کرد که بیا در کرملین به اصطلاح استالین کار داره، میگه رفتم اونجا، وقتی که نشستم استالین به من گفت که کمراد برادر رفیق گرومیکو، من شما رو میفرستم اونجا برای یک هفته و یک ماه نیست، یک سال هم نیست، ممکنه خیلی طول بکشه، که اتفاقا میدانی طولانی ترین مدت وزارت خارجه رو داشت آندره گرومیکو در اتحاد شوروی. میگه بعد از گفتن این جمله ناگهان گفت شما با زبان چه میکنی؟ خب حالا داری میپرسید امریکا سفیر شوروی میشی، زبان چه کار میکنی؟ خب من تا آمدم مکس بکنم جوابی بدم که بر گفتم که سعی میکنم که فراگیری کنم با این که میدونم انجام و ایفای این وظیفه مهم با کم زبانی ما و بی زبانی ما خب خیلی مشکله، ولی سعی میکنم تا زمانی که برم برسونم، کاری بکنم که از عهده بر بیام. میگه ایشون به من گفتش که فقط خاطرت باشه که من به تو توصیه میکنم وقتی رفتی در امریکا برو در این امریکن چرچ، چون این به اصطلاح کشیش ها پریست ها، این کسانی که توی اونجا صحبت میکنن، زمینی که خیلی زیبا فصیح و کامل صحبت میکنن بیت اکشن هست، یعنی با اکشن های لازم گفتاری هست و خیلی سریع یاد میگی. آقای اعظم به حضورتون گرامیکو در خاطراتش میمیشه من واقعا این جمله خیلی پرپلکسینگ بود برای من، خیلی خیلی پرپلکس کرد منو، خیلی منو واقعا اصلا دگرگون کرد که یعنی چی. متن انگلیسیش هم نمیکنم، میگه که بزرگترین اتئیست در فکر من، به من اتئیست بگه برو به کلیسا، یا عرض کنم که مسیحیان یا چرچ در امریکا. و بعد در ادامه خاطراتش میگه که این تنها امری، نه ام، تنها گفته ای بود که یک دیپلمات برجسته به حرف استالین نکرد، برای که دریافته بودن که ایشون جهت اطلاع به یک تیک زدن که ببینه وایا منی رو که میخواد به عنوان سفیر شوروی ملحد بفرسته در اونجاها چه بگراند دارم. آقای عزیز، برادر بزرگوار، آقای سعیدی و سعیدی ها، من به شما عرض کردم که مکرر هم گفتم اون در جلسات قبل مثال اون قاتلین اسلامی رو گفتم که
روی عقیده تا چه حدی اینها تا مغز استخوانشون کار غلط، بلی اونی که اعتقاد دارن نفوذ میکنه و پادارم باش. جانم فدای آن که دلش با زبان یکیست. اگر من جناب سربی عرض میکنم که قبول ندارم کسی ماتریالیست باشه از این ایرونی ها و از این افرادی که ما ها میشناسیم و اینها فقط پوز است، یک گفتار است، به همین دلیله که شاید ایشون حدود به نظر من 60 ثانیه یعنی یه دقیقه این حدود صحبت کرد، گفت خدا لعنت کند آن را. توجه کنید این خود دلیل بر آن است که اینها ملحد نیستند، متظاهر به الهادند. آقا اگر میخواهید ماتریالیست هم باشید، قدری مطالعه داشته باشید و بدانید که اونهایی که حاضر بودن سرشان را به فدای رهبرشان که استالین بود بکنن، میگه تنها حرفی که من به عنوان یک دیپلمات برجسته ازش هرگز اطاعت نکردم این بود، چون دانستم که رفیق استالین نظرش این بوده. این از این گفتار. دومین مسئله جناب سربی تفسیر بود که حضرت عالی بر فرمایشیشون گذاشتی. قربان، گفت ما میگوییم و میشنویم، بیشتر میشنویم، کمایی که همین امروز به شما نشان خواهم داد که تا چه اندازه دانش آموز حرف شنوی هستم، ولی البته خب تحقیقم میخوام بکنم درباره چیزی که میشنوم. حضرت علی فرمودین افشار بذار ما کار خودمون است. هزار البته، صد هزار البته، هر کسی مختار است، ولی شما هم اجازه بفرمایید که به هر حال اگر کسی چیزی را دانست بگوید، حالا کسی خواست راه میرود، کسی هم خواست راه نمیرود. بنده کوچکتر از آنم که بخوام به کسی دایرکشن بدم به قول اینجا، یا من فقط میگیم، حالا همونطوری که هزار تا در روز میشنویم، خب حالا پنج تا میگیم ایراد نگیرید، اگر ایرادی هست به جوانمردی و بزرگواری خودشون مستمعین و شنوندگان عزیز محترم بخشایش بدن به ما. آقای جان دو تا نکته، یکی که من فکر میکنم که این مثالی که زدید ماجرای اون کسی که رفته بود مسیحی شده بود، چراغا رو تا خاموش شد گفت اللهم صل علی محمد و اینا، خیلی بجا بود و میشه گفت که حتی اگه طرف باور نداشته باشه ولی عادت کرده و این رو جزو عادت قرار بده. دومیش یه چیزی شما در باره این که لطف میکنید میگید که کوچکترین هستید، یه چیزی آخر ایمیلاتون مینویسید برای من توضیح دادید، میدونم اون رو اگر لطف کنید بگید. چشم. بله بله ممنون میشم. چشم. عرضم بود در باره یه عرضم به حضورتون که سیطره و گستردگی لسان عرب من توضیح دادم و دوستان هم اگر صحبتی سوالی پیشنهادی حرفی باشه، الان میخواستم اینو عرض کنم که دوستان عزیز، بنده اجهل و جهلام، هیچ نمیدونم درباره کامپیوتر و تکنولوژی و این کام، اینو بچه‌هام و یا به هر حال گاهی از همکارانم سکرتر سوال میکنیم که آقای چیکار یاد دارم، چجور دلیت کنم یا چجور یه چیزی رو بگیرم، تا همین حد. بنده فیسبوک آقای سربی نمیتونم پاسخ بدم، شاید روزی 50 بار میبینم روی این تلفن دستی قرازمون قدیمیمون، چون عرضم نمیکنم من. ارزم بودود میاد که آقا دو تا نوتیفیکیشن داری، ده تا نمیدونم فلان داری، حرفا یه دلیتش میکنم. فیسبوک من استفاده نمیتونم بکنم، یاد ندارم، میل هم ندارم که یاد بگیرم. حتی من یادم هست در سال ارزم به حضورتون که اگر اشتباه نکنم 44-45 بود اگر اشتباه نکنم، رشته ریاضی اولین بار در دانشگاه تهران ریاضی رو به دو قسمت کردن، میگفتن کاربست و اپلاید. کار بست همون کامپیوتر بود که اوائلی بود که میخواستن بیارن، یا اصلا علمشه بدن درسشه، وگرنه آمدنم نبود، فورترن و یک حرفایی میزدن. من اون زمان پیور ماتماتیکو گرفتم، یعنی نرفتن در کامپیوتر یه حرفا. از جوانی و نوجوانی بنده نسبت به این تکنولوژی ها به دلیل آن که میدانم اینها در سیستم به اصطلاح سودجویی و کامیابی های مالی این حرامیان دارن اینها رو پیش میبرن، اینه که اصلا اینوالو نشدم من.
فقط یاد دارم که کامپیوتر رو چه کارش بکنم. اگر دوستان سوالی فرمایشی دارن، یک با تلفن آقایی بفرمایید، اگر نمیخوان هزینه مختصر تلفنشون رو بدن امر بفرمایید، من دوباره ریکالشون میکنم، و یا از طریق ایمیل، فیسبوک و اینستاگرام و نمیدونم این چیزای توییتر، این هستم هیچ جالی نیست. اینم لازم به یادآوری بود، چون ممکنه بعضی از خانمهای آقایان به طریق فیسبوک و اینا بخوام با من تماس بگیرن، لازم بود این مسئله رو به عرض مبارکشون برسونم. مسئله که حضرت عالی فرمین جناب آقای سربی، این توضیح میدم بعد سوال دیگه رو مطرح میکنم، مسئله اون امضای تحت‌ترین نامه ها بود که من در آخر نامه ها اونهایی را که در فارسی خصوصا با محبان و دوستان و دوستداران یادداشت میکنم می نویسم. عرض کنم که نقیر کمتر از قطمیر. من یک دفعه دیگه هم توضیح دادم خدمتتون، الان هم این حرف اضافه گویی بکنم که جناب سربی، اکثر لغاتی که ما در عرب به کار میبریم اگر بخواهیم به فارسی بیاریم دو و نیم خط باید اونو توضیحش بدهیم، تازه تو همون دو و نیم خط هم باید یک و نیم خط دیگهش عربیای معمولی که حرف میزنیم میاریم، خیال میمیرسه فارسی حرف زدیم، که بتونیم یک لغت رو ترجمهش کنیم. اگر ما میگوییم نقیر کمتر از قطمیر، اینو آقایون معادل بدن به ما، ما چه بنویسیم که بگیم آقا ما از هر چیزی که ما تصور داشته باشیم نازکتریم، سبکتریم. از ابو سعید ابوالخیر سوال کردن چه بکنیم برای رسیدن به حقانیت، واقعیت، حقیقت. گفت just sacrifice your ego. ایگو خودپسندی تونه بشکنیم. اگر خودپسندی رو شکستیم، قول میدن به همه مدارجی که میخواهید، خصوصا از نظر روی اون طوری که به اصطلاح تاریخ نشان میده، خواهید رسید. خودستان نباشیم آقا. ما مسئله ارزم به حضورتون که زبان رو که صحبت کردم خدمتون، نقیر کمتر از قطمیر، این نهایت سبکی رو نشون میده. یعنی سبکی یعنی کوچکی، خاک بودن. و هستیم، مسیحی نیستیم بگیم اگر کسی زد در توی صورتمون اون برم بیاریم بگیم آقا بزنی کی دیگه، نه، ما میگیم اگر کسی عصبانی شد ما عقب میشینیم. در محدوده 60-70 سال عمر یک دفعه هم خدا رو 100,000 مرتبه شکر ما حرفمون با کسی بلند نشده، دستمون روی کسی دراز نشده و هیچ مسئله برامون پیش نیامده، چون همیشه احساس کردیم خیلی کوچکتر از اونی که فکر میکنیم. اما در کارهایی که بهش ارادت داشته باشیم، اعتقاد داشته باشیم، به سان کوه مقاوم و ایستا هستیم. اونی که شما فرمودید نقیر کمتر از قطمی، چاکر ما نمی‌نویسیم. مخلص، چون اینها رو کسانی که فقه لغت دارن، معانی لغت رو میفهمن، یک کسانی هستن جناب آقای سربی، تعارف نکنیم دیگه، یک کلمه عربی، یک کلمه اصلا فارسی نمیگم عربی، که توی فارسیشون نویسن نمیتونه بخونه، یک لبخند از کنم مکش مرگمایی میزنم، بعد چه بکنیم عربیه دیگه. نه آقا جون، این عربی نیست. شما مطالعه نداشتی خانم گوینده ایکس، آقای گوینده وای دیگه، چرا اگر به کسی که میدونه ایراد میگیرید؟ بحث من اینه، اونی که بنده به شما عرض کردم، شما حالا فرمودید بنویسن برای اهل ادب، برای اهل معرفت، برای دوستان، اون رو می نویسیم انشاءالله که پذیرا باشن. حالا نمیدونم کافی بود، شما لطف کرده بودی برای منم نوشته بودید، و دو تا موضوع شما الان گفتید که میگم وقتی با شما صحبت میکنم موضوعات زیادی میاد، ولی همیشه شما لطف کردید گفتید اگر موضوعی به نظرم میرسه بگم. یکی در رابطه این عربی یا پارسی بنویسیم، یا آقای هست به نام بهمن بیگه برای من مینویسه که پارسی را پاس بداریم، من هی میگم که خب آقا برای من لطف کنید این صفحه مثلا 70 کتاب گلستان رو به فارسی بنویسید ببینم چی میشه.
امروز یه ایمیلی گرفتم که الان روی وبسایتم نشون میدم، با وجودی که طولانیه من فقط خلاصش میکنم. نوشته که آیا میدانستید برخی ها واژه های زیر را که همگی فرانسوی هستند فارسی میدانند؟ شروع کرده از آسانسور تا میرسه به آخرش موزاییک و واگن و وازلین و وافور و همه اینها، که آقای نصر اصفهانی نصر احمدی هم میگه 7000 کلمه فرانسوی داره. حالا جالبتر اینجاست که میگه آیا میدانستید که بسیاری از واژه های عربی در زبان فارسی در واقع عربی نیستند و اعراب آنها را به معنایی که خود میدانند در نمییابند. جناب سوری این... اجازه بفرمایید که من به هر حال چون همونطور که فرمودیم برای انتخابات و اینا اینها رو همون در زبان شناسی هستش و در همه السنه جهان هم این موضوع هست. چون من یادم میاد سال 69-70 که در 69-70 میلادی در پاریس بودم، دانشکده بود اونجا به نام لانز اورانتال، یعنی السنه شرقی، مدتی در اونجا این مسائل در همه لسان‌های دنیا هست، حتی در انگلیسی، هر چیزی که بگیریم این کشف جدیدی نیست. این هم که گفتن بعضی از لغات عربی اونایی از خود عرب نمیدن، راست میگن، اونها هم به هر حال دیژنره دیدن که تبدیل یافته شده. ولی ما وقتی یک صحبت میکنیم در کلیات تسلط حروف و کلمات عرب در زبان فارسی به نحوی است که ما خیالمون میرسه که حضرت سعدی 800 سال قبل به زبان حاله ما حرف نه. خیر آقا جونه، زبانی که ما و شما صحبت میکنیم زبانی است که ایشون ساخت. زبان فردوسی یک زبانی است که به درد همون کتاب میخورد و نگهداری بعضی لغات فارسی اون زمان. این فارسی که امروز همه ما به میمنت و مبارکی داریم ازش استفاده میکنیم و سارا جان هم فداش میکنیم که باید هم بکنیم، این آقا جون خالقش حضرت سعدی است. اگر کسی نمیداند برود بخواند و سعدی رو یاد بگیره. یک دونه داستان کوچکش نیست که دنیا علم و معرفت و آموزش زندگی و همه چی نداشته باشه توش. فعلا این بحث ما خارجه، ولی تمام حرفایی که ایشون زدن درست است، فقط توضیح واضحات است. بله خیلی از لغات عربی است که خود عرب هم اصلا. من به شما عرض کنم آقای سربی، آقای میرزا مهدی خان منشی از سرآبادی، ایشون محرم نویس و به اصطلاح نویسنده و منشی خاص مرحوم نادرشاه بود. ایشون کتابی دارد به نام دره نادری، این را اگر شما بخوانید، بنده با عرب، یعنی به عرب هم نشان دادم، اصلا خودشون نمیدونن. یعنی زمانی که در اون دیباچش میخواد صحبتی بکند و حرفی بنویسد، یک جمله داره که میمیسه اقعقی اقعق لغلغی لغلغ شخشقی شخشق دغدغی دغدغ. تمام اینها لغات بسیار مهم مهرز با اهمیت عرب است، اما فقط خود عرب هم باید بره به المنجدش مراجعه بکنه. ایرانیان در پیشبرد لسان عرب قیامتی کردند، حتی در صرف و نحو عربی رو اون اول اون سی وی او اینها نوشتن. اینها رو فرمایش این آقایی که انشاء کرده بودند و ایمیل کرده بودند صحیح هست، ولی اینها میره در بحث زبانشناسی که اصلا مورد صحبت ما نیست. ما وقتی میگیم عربی یعنی همین حرفایی که روزمره میزنیم، از صبح که بلند میشیم تا شب که میریم. میگیم اگر 1000 تا لغت در روز به کار میبریم، یک چیزی در حدود حداقل 400 تا 300 400 تاش عربیه، همون عربیایی که عربی بوده فارسی شده، فارسی بوده ترکی شده. فرقش ایشون درسته. بفرمایید، خواهش می‌کنم آقای سربی اگر حرفی هست. ممنونم. دو تا موضوع دیگه شما گفتید، یکی گفتید موقعی که دانشجو بودید در زمان شاه کلمه کامپیوتر رو میخواستن اسمش رو ترجمه کنن، و پس میشه گفت فقط آخوندان نیستن که این رو کردن، رایانه و دوره شاه هم این کار رو کردن. یکی دیگه ای که شما چیز دیگه ای که در موردش صحبت کردین، این که مسیحی ها، اون روزم من تو برنامه گفتم من مسیحی نیستم، که اگه یه کسی گفت سیلی زد به صورتم این صورتم رو بگیرم. دوستی از ترکیه نوشته بود که آقای سربی من مسیحی شدم و چنین و چنان، شما یه کمی به جیزس پناه ببر. گفتم دوست عزیز میشه به من بگی اون کلیسایی که میری، میشه ازشون سوال کنی
هر یه شنبه که میری، اگه اینها مسیحیان چرا با آیه های کتاب بایبل انجیل روی تفنگ‌هاشون دارن می‌جنگن؟ اگر کسی آمد دو تا سه تا ساختمون رو اینجا منفجر کرد که خود اون زیر سوال و پرسشه، بله منفجر کرد و به گفته خود اینها 3000 نفر کشته شدن که خود اون زیر سوال و پرسشه. الان یکی یکی داره پیدا میشه که طرف خونه دوست دخترش بوده، داشته به خانمش خیانت میکرده، از بعد از اون ماجرا خانمش داشته حقوق میگرفته به عنوان اینکه ایشون کشته شده و اونم برای خودش مجبور شده قایم بشه و بره با دوست دخترش دیگه. حالا اونم پیدا میشه. یکی از این مسیحی ها به من بگه چرا آقای جورج بوش که مسیح بود و اون آقای مال چیز کلاب 700 که گفت هر کسی مسیحیه اگر به جورج بوش رای نده گناه کبیره، سین گناه کبیره کرده، چرا اینها لشکرکشی کردن و رفتن اونجا؟ به این دوستم ماموریت دادم که توی آخه یه دفعه تو کانادا من مهمان بودم، دوستی میخواست من رو ببره کلیسا و بهش گفتم حتما میام، خیلی خوشحال شد. گفتم به یه شرط، شما اگه به من میگی 3 ساعت اونجا بشینم من 10 دقیقه اونجا صحبت کنم. گفت نه قربونت برم آقای سوربی، میای میخوای اونا رو از دین مسیحی؟ گفتم آقا خب شما میگی بیا، من فقط بیام گوش بدم. درسته دوتا گوش دارم، 2 بار گوش میدم 1 بار حرف میزنم، به جای بگم 2 ساعت گوش میدم 1 ساعت حرف میزنم، من میگم 3 ساعت میشینم ولی 10 دقیقه من حرف بزنم. در هر صورت ببینیم این دوست اون ماموریت چه انجام میده. از دوستان مسیحی میپرسه که چرا لشکر کشیدید و دارید دموکراسی رو از لوله های تفنگتون به این مردم هدیه میکنید؟ و ناگفته نماند آقای ترامپ احمق که خیلی هم الان خطر انتخاب شدنش هست، بله، گفته که یک جایی یه نفر این گلوله های تفنگ رو در خون خوک ها آغشته و مسلمان ها رو باهاش شلیک کرده، رفتن نگاه کردن اصلا همچین خبری همچین ویدیویی نبوده و نیست. این هم درست مثل همون ماجرایی که گفت مسلمان های نیوجرسی بعد از ماجرای 2001 خوشی و شادمانی کردن، ولی باعث تأسفه که در آمریکا اینها این دروغ های بزرگ رو میگن، هر شب هم در تلویزیون به همدیگه میگن دروغگو، ولی هیچ کس دنبالش نمیره. و این آقا الان یعنی شاهد خواهیم بود، نوامبر فکر کنم یکی از اونایی که 50% فعلا شانس رئیس جمهور شدن داره تا ببینیم دموکرات‌ها چی میکنن. ببخشید که طولانی شد، فقط درباره مسیحیت این وظیفه مسیحیایی که برای من روزی 4000 تا توی فیسبوک از خوبی و خوشی میگه. آقای بوش قربان، هر روز صبح اگر نمیدانن دوستان بدانن جلسه کابینه شهر زمانی که تشکیل میداد، اول همونطوری که بعضی ها با قرآن شروع میکنن جلسه رو، ایشون با آیاتی قرائت آیاتی از انجیل ایشون انجام میداد. بله اینها هست. به هر حال توجه داشته باشن دوستان که ما زیاد هم اهمیت نمیدیم به این کارهای اینا، اونهایی که اهمیت میدن بدانن. من در مجموع جناب آقای سوربی بد نیست که علناً به عرضتون برسونم، کما اینکه گفتم قبلا کل عرض کنم عالم و مافیها این یک خدای یک سانه‌ای یک عرضم به حضورتون که کریئتوری داره بلا شک. دنیایم آقا جان رئیس داره، این رئیس خواب نرفته، این رئیس کسی است که همین قاره امریکا و این حرفا رو داشتش و گرفتش و بعدن گفت خب حالا بهتون میدیم بگیرینش، اینم استقلالتون. اونایی که استقلال گرفتن از اون کشور آجون خودشون پشت اندر پشتشان انگلیسی بودن، دقیقا هم رعایت میکنن کاراشون رو. نمیدونم شما داستان رابین کوک رو میدونید آقای سوربی یا نه؟ رابین کوک سخنگو اسپیکر بود در همین 10 سال قبل، زمان آقای تونی بلر و اون گوردون بران که بعدش اومد و این حرفا. اسمشو شنیدم ولی داستانش رابین کوک بزرگترین وزیر خارجه انگلستان هم شد 3-4 سال. ایشون 3 تا خط آقا بزنین توی گوگل بنویسین suspicious this of رابین کوک،
ببینین چه ایشون همون یک خط و خطی رو گفت که جناب عالی الان اشاره کردیم که از بیخ و بن دروغ این مسئله القاعده شون، این مسئله طالبانشون، و این بابا با خانمش به کوهی، به تپه‌ای که 40 سال بود در اسکاتلند میرفت به عنوان راهپیمایی، در یک گودال 10 فیتی یعنی 2.5 متری سقوط کرد. ایشون حالشون به هم خورد، خانمش سوار اون هلیکوپتری که اومدن نکردن یا نشد، راه گذری که میرفت گفت من باید انیموس بمونم، به اصطلاح ناشناس بمونم. آقای رابین کوک رفت در بیمارستان، بردنش در بیمارستان، بعد از ظهرش هم گفتن الا لله و انا الیه راجعون، فوت شدن آقای رابین کوک. اینها آقا جون نمیگذرن از کشف سرشون، از اسرارشون. همینی که شما میفرمایید کاملا درسته، به این دلیله که من میگم مطلقا ما به گفته‌های اینا، آمار اینا، حرف‌های اینا اعتمادی نداریم. دوستان الان دارن میبینن یک کاپیتالیست طراز اول جهان، کسی که با افاده به اون کیفکشش میگفت یک کارت ویزیت منو بده به این بزرگترین تاجر هنگ کنگی که اومده بود باش قرارداد ببنده، افتخار میداد که یک کارت ویزیت شده. ایشون حالا میخواد بیاد در توی امریکا بشه رئیس جمهور. دوستان عزیز، این در همین رابطه انتخاباته که میخوایم صحبت کنیم. خوب ببینید که دروغ از پایین ترین لایه های اجتماعی این غرب میگیره تا اون بالاترینش که میشن رئیس جمهور. لکن در همون مملکتی که همه این آقایان بیگانه از فرهنگ جماعت ایرانی، چون تمام اینایی که آقای سربی دارن اینجا بلنگو دارن دو صحبت میکنن، اینا همه رو وقتی نگاه میکنیم میگن باباش نماینده مجلس بوده مثل اون پارسا، اونی که خودش نمیدونم خبرنگار دم به دم با شاه بوده، اینا رو من اصلا ایرانی داخل ایران نمیدونم، اینا بچه ایرانی نبودن، اینا توی جماعاتی بودن که همیشه در ناز و نعمت، همونطور که مکرر عرض کردم، جماعت ایرانی آقا جان با ملا و شیخ و آدمای عادی عادی بود، آدمای معمولی توی مملکت. اینها تعارف ندارند. به من میگن آقای دکتر، آقای افشارها، شما معتقد هستی که باید رای بدم؟ میگم 1000 در 1000 باید بدید. روح مرحوم جان لاک، مونتسکیو، ژان ژاک روسو، افلاطون، ارسطو، پایه‌گذاران قدیم و جفرسون و جدید دموکراسی را، آقا روحشون رو آزرده نکنی. شما با ندادن و رأی و گفتنی که ندین رأی هیچ روید نمی کنین. اولا همینطور که آقای سربی می فرماد، اینا بابا ترم خورد نمی کنن برای تلویزیون و حرف خارج از کشوری ها، چون اصلا بدون تعارف اصلا تحویل نمیگیرن، قابل نمیدونم. میگم ولکن بابا اینا همینطور اونجا رفتن، اصلا معلوم چی دارن میگن. این قضاوت عمومی است در داخل ایران. اما وقتی هم ما میخوایم بررسی بکنیم، باید یکم رعایت به اصطلاح اخلاقیات، درست گفتاری، درست شنیداری رو داشته باشیم. آقای سربی، شما میدونید یک شخصی هستش به نام آیت الله مصباح یزدی، ایشون ایدئولوگ طراز اول جمهوری اسلامی است، مرشد و همه کاره احمدی نژاد بود اگر یادتون باشه. در سال 1360 عبدالکریم سروش و آقای عرضم به حضورتون همین آیت الله مصباح یزدی در یک طرف میز بودن، مرحوم احسان طبری و آقای کی بود فرخ نگهدارن در طرف دیگر. اینها بحث دیالکتیک، بحث داشتن درباره همین اون از مکتب کمونیست شد، اینا از مکاتب خود شد. آیت الله مصباح یزدی بزرگترین شخصیت متنفذ الان، اصلا ایدئولوژی. ایشون ببینید درباره انتخابات چی میگه. من برای که واب رو کم زیاد نکرده باشم، ناگزیر هستم که از روی این دو خط یک خط رو بخوانم. ایشون میفرماد که الله مصباح یزدی اعتقاد دارد که در حکومت اسلامی، آقایان گوش کنید، وقتی میگن یک حکومت، چه افغانستان، چه ترکمنستان، چه امریکا، زمانی که سازمان ملل میگه آقا این کشور یک کشور صاحب رأی و کشور، این کشور آقا جون، این دیگه اینی که شما بگین ما کشور میدونیمش یا نمیدونیمش، اینا دیگه تعارفه و قدی هم حرف زیادی. این یک کشور، بزرگترین ایدئولوگ این به اصطلاح کشور، این چی داره میگه؟
در حکومت اسلامی رأی مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی ندارد. جانم فدای آن که دلش با زبان یکیست. نه در اصل انتخاب نوع نظام سیاسی کشورشان و نه در اعتبار قانون اساسی و نه در انتخاب ریاست جمهوری و انتخاب خبرگان و رهبری. ملاک اعتبار قانونی تنها یک چیز است و آن رضایت ولایت فقیه است. آقایان، شنوندگان عزیزان، اگر من عرض میکنم ماشاءالله ماشاءالله تیغای ما ایرانی ها خیلی تیزه، این نقل قول است، ما داریم فعلا میگیم تا نتیجه بگیریم از عرایزمون. اگر در جمهوری اسلامی تاکنون سخن از انتخابات بوده است، صرفا به این دلیل است که ولی فقیه مصلحت دیده است فعلا انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود. مشروعیت حکومت نه تنها تابع رأی و رضایت ملت نیست، بلکه رأی ملت هیچ تأثیر و دخالتی در اعتبار آن ندارد. خب آقای افشار، پس اجازه بدین من عرضم تمام بشه. بفهم. این مسئله اینا علنا گفتن. حالا از طرفی خاطرتون هست که آقای خمینی هم میفرمود که آقا نظام اون ملاک رأی مردم است. بله، رأی مردم یعنی این که آمدن طی اون آیین‌نامه و قانونایی که خودهاشون اون حکومت برای خودش داره، یک افرادی چطور شد در اینجا میگن حزب محلی یکی رو میگیره، یک نفر معرفی میکنه و میگه بیا برین رأی بدین. اینجا چون غرب است و من بیچاره هم آلینه شدم تحت این تبلیغات، اینا میگیم به به این دیگه درسته، میریم یا میگیم این دموکراتیه رو میپذیریم یا لیبرالیه رو میپذیریم. اینجا قبوله، اما اگر در اون کشور 6000 نفر شرکت بکنن، 4000 تا شرکت کنن، 2000 تا دیگه بگن آقا از اینا انتخاب کنین، اونجا ندیگه، اونجا قبول نیست. من برای اینکه نتیجه از عرضم گرفته باشم این بود. آقای سربی الان گوش میکنم به فرمایش از سوال شما که دوستان عزیزان، روح پایه‌گذاران دموکراسی رو با سلب عادت از کسانی که به خیال خودتون بعدن میخواین حکومتی بذارین دموکراتیک، این روح رو در اونها نکشید. رأی دادن کاملا مقوله است جدا از این مسائل. اینها همونطور که گفتم اعتنای این تفکر غلط شماست که فکر میکنین اینا میخوان بهره برداری کنن از این فیلم ها. اونا اصلا میبینین علنا اینها رو که من که از خودم نیاوردم این در دنیا پخش این موضوع، اعتنایی ندارن آقا. تا زمانی که سازمان ملل میگه این کشوره کشوره، اصلا آمدن خودشون 200 تا نماینده گرفتن گذاشتن اون تو. شما خیالتون میرسه اگر این کار بکنه سازمان ملل میگه نه دیگه نشد؟ بنابراین من معتقد هستم هر کسی که به دموکراسی معتقد است باید روحیه دموکراتیک که همان رأی دادن باشد رو در شخص و به اصطلاح مقلد خودش یا رهرو راه خودش تقویت کنه. ولی خب حالا رأی دیگری بنویسه، چیز دیگری بنویسه. در نفس رأی دادن من میگویم آری، حتما حتما باید رأی داد، حتی اگر در اینجا نمایندگی نداشتین، برای نمیدونم رئیس جمهور برین در کاراکاس، برین در واشنگتن، برین در کجایی که صندوق رأی باشه. رأی دادن سوای مسئله چگونه رأی میدن هست، به این دلیلی که من آقای سربی نه در سیستم غرب نه در سیستم خودمون هرگز رأی نمیدن. اگر هم بدهم آنجا را ترجیح میدهم بر اینجا، چون اینجا اینقدر تکش در آمده است که این دیگه اگر دوستان خواستن و شما صلاح دانستیم باید جلساتی بگذاریم دیالکتیکی صحبت کنیم که ثابت کنیم چقدر مکر و حیله و دروغ و ریبریا است در کار اینا و نهایتاً همونایی میخوان که میشن. حالا من در خدمت. ممنونم. من همینو میخواستم بگم که چرا آقای خمینی گفت ملاک رأی مردم است، شما گفتید. بعد جالب بود که خود آقای خمینی بعد گفت اگر الان هم میگن آقا ما به نظر شما نیاز داریم، بله بله، حتی اگر شما مخالف ما هستین خواهش میکنیم بگیم بدیم، ولی آقای اون خانم ما تعبیر غلط نکنین.
آقای سوربین نمیدونم اینو به خدا ما به چه زبانی بگیم، آقا اینها اصلا با قبول ندارن این حرفی که شما میزنین که میخوان سوء استفاده. چه سوء استفاده ای؟ علنا اینا میگن فلان کشور باید حذف بشه. وقتی اون طور یک صحبتی رو میکنن، شما آمدین میگین اینا میخوان فیلم بردارن که نشون بدن فلانی. آقای اوسانلو میگه نرین رای بدین که اینا باید سوء استفاده اونا. آقا جون شما یا واقعا خیلی 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 غافلید از مسئله، یا تعمدن میخواین یک خودنمایی کرده باشین. اصلا اینطور نیست، اینا هیچ اعتنایی ندارن. آرایی هم که بخوان به دست میارن، سیاهی لشکری هم که بخوان درست میکنن، مثل هر کشوری در دنیا، نه تنها آنها. این نظر بنده است. چون نزدیک به انتخابات بود، خواستم بگم روح مرحومان افلاطون، ارسطو، عرضم به حضورتون که همینایی رو که الان عرض کردم خدمتتون، رستو، نمیدونم کانت، جفرسون، جورج واشنگتن، این ارواح طیبه را ناراحت نکنید آقا. دموکراسی دیگه، دموکراسی هر جا یک دموکراسی نشون میدن. آقای عرض کنم که سوربی، من میرم یک صندوق رأیه، شما بزنید مثلا بگین آقا دموکراسی مینی یک صندوق رأی گذاشتن درست رأی می. شما مردم رو دارین از این عادت حسنه غافل میکنی. آقای همایون، آقای میتی، نمیدونم وطنخواه، آقای اوسانلو، رأی باید بدهند، چون رأی دادن عادتی است و سنگ پایه دموکراسی است. اما بله، به قول فرمایش شما ایران دموکراسی نباشه. اینجا خیلی دموکراسیه. پس آن ضرب المثل معروف که میگه North American Night Stick is the longest one چی بود؟ چوب باتوم North America درازترین است. اینو مرحوم پدر بی اطلاع من از انگلیسی سروده بود یا خود اینا سرودن؟ اینقدر خورد در کله این North American و غرب تا حالا امروز جورو شدن میگن آقا بهترین شیوه همین شیوه. میگن بله بله، بریم رای بدیم. اگر میگویند دموکراسی نیست، ممکن است پذیرا باشیم. اگر بگویند اعمال نظر میکنند، ممکن است پذیرا باشیم. اگر هرچه این آقایان میگویند پذیرا میتوانیم باشیم. اما در این که نروید رأی بدهید، حرف بسیار بیپایه و مفتی است. من از تک تک دوستان خواهش میکنم، عرض کردم چه 100,000 نفر بیننده داشته باشه این گفتار بنده، عرضم به حضورتون که ناچیز، چه 20 نفر، اگر امکان رأی دادن هست و لازمه قانونی است، حتما بدم. من خب هرچی دلشون میخواد بدن، عادت کنن به دادن رأی. سنگ به اصطلاح پایه و بنمایه دموکراسی رو ویران نکنن تا زمانی که دموکرات ها یا عرضم به حضورتون که اولاد شاهنشاه خواستن برن اونجا حکومت دموکراسی درست کنن، مردم یک عادتی کرده باشن به لااقل ادای دموکراسی و رأی دادن. این اعتقاد بنده است. حالا اگر صحیح است، اگر درست است، اوکی، حبذا. اگر نیست که باز هم مرحبا، هر چی بگی. آقای سوربی، منتظر فرمایش شما هستم. اگر سوالی پیشنهادی هست بفرمایید، اگر نه سوال دیگری من داشتم از حضور مبارک شما. من ممنونم از شما. در رابطه با آقای خمینی، همون جوری که ایشون گفت ملاک رأی مردم است، خودشون هم گفتن اگر 30 میلیون بگن باری، من میگویم نه. تمام شد و رفت. بله بله، تمام شد و رفت. اوکی، تمام شد و رفت. طرفداران حسن صبا خودشون از علموت مینداختن، میگفتن یا حسن صبا، تمام شد و رفت. در شوروی آن طور کردن، در هیتلر اون طور کرد، آقای بوش اون جور میکنن، آقای تونی بلر، من نمیدونم این آقایونی که میان تفسیر سیاسی میذارن. آقای تونی بلر بزرگترین، مقتدرترین، پرکله‌ترین سیاستمدار انگلستان، به محضی که امروز وزیریشو ول کرد، 20 روز بعد به عنوان کوارتریوم همچی چیزی 4 کشور آلمان، فرانسه، انگلیس و امریکا به ایشون نمایندگی کامل اختیار دادن. بیشتر از حقوق زمان نخست‌وزیری بهش دادن. بهترین هتل‌های دنیا رو میرفت ایشون، بهترین امکانات دیگر که مردها میدونن منظور من چیه، برای ایشون تهیه میشد. هیچ خبری هم نبود ازش. آقای سوربی، ایشون در منطقه خاورمیانه میگشت،
بهش گفته بودن شما بریم بهترین راه حل اصلاح ذات البین اسرائیل و فلسطین و منطقه را تعیین کنید. سبحان الله کیشون 5-6 سال 7 سال گشت خبری ابدا ازش نمیدادن. حالا فکر کنید که اگر یک کلونل انگلیسی بخواد بره به یک مملکت دیگه ای 40 بار یه خبرای میدن، از این مرد هیچ خبری نشد. یک دفعه آقا ما بعد 5-6 سال از این مأموریت ایشون که گذشته بودن این مشغولش بودن دیدیم گفتن بهار عربی، عجبا در تونس یک نمیدونم ساندویچی چپه شد، حکومتش چپه شد. مصر، لیبی، همینطور بره. آقایون مفسرین، حضرات مفسرین، عرض کنم ریز و درش، آقای نمیدونم کی، آقای همایون، آقای نمیدونم گوهرزاد، این موضوع رو بررسی کنیم که این 6 سال این عرضم به حضورتون نظر کرده خضر نبی، این بزرگترین مخ انگلیسی چه میکرد در منطقه، چه میکرد اینها، اینا رو آقا بررسی کنیم. بند کردیم به عرضم حضورتون همین مسائل خیلی خیلی سطحی، نمیدونم که اینجا اینجوره اونجا دموکراسی هست اونجا حقوق بشر نیست اینجا، به هر حال موضوعات مهمتری وجود دارد که آقایان روش بررسی بکنن و آگاهی بدهن. یعنی بگن آقا فقر در ایران، اینا همه مردم میدونن، فقر در امریکاش هم هست، فقر در کاناداش هم هستش که یارو سیب زمینی نمیتونه بخره بخوره، اینها رو دیگه نن به عنوان تفسیر بگوین. حالا من اگر وقتی صحبتی هست بفرمین، اگر نه من یک سوالی داشتم از شما مطرح کنم جناب آقای. بفرمایید. حضرت عالی نمیدونم مجاز هستم یا نه درباره اونی که شما آقایی فرمودید، کرامت فرمودید، دلس موو یور هندز گرفتین نظرم چی بود؟ یک ایمیلی دادید به من درسته؟ بله بله بله. بله من اطاعت امر کردم. آها دیدم ایمیلتونو. خب میخوام برای دوستان تو میکنم. بله بله. میخوام برای دوست یک سوال دارم. بفرمایید بفرمایید. اون این که یه وقت این سوال اگر از دیدگاه تکنیک به اصطلاح فیلم برداری و مسائل تلویزیونی اینها هستش که حضرت عالی به نظر بنده مجتهد جامع شرایطی در این رابطه، باز این برش کردیم فارسی، یعنی اعلم العلماء، یعنی بزرگترین تو دید من دانشمندترین شخصی نسبت به بنده جاهل. هیچ سوالی دیگه نمی کنم. اگر بفرمایید بله از دیدگاه فنی و دوربینی این بهتره، از دیدگاه فنی و دوربینی. اتفاقا بعد از برنامه میخوام باهاتون تماس بگیرم بهتون بگم، مخصوصا چند مدتی که الان دوربین بهتری گرفتید، صدا و سیما حیفه که ویدیوها کیفیت بهتری میتونه داشته باشه نداشته باشه، اون در اون رابطه بود، هیچ چیز دیگه ای نبود. بله من تصور کردم که از دیدگاه فن سخنوری است. نه 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 اون نبوده. پس هیچ، خیلی از لطف شما ممنون هستم، برای که میدونید که در فن سخنوری به هر حال هرچه اکشن هرچه عالی تر باشه، وقتی ما میگیم رسید یا رو زد تو گوش اون طرف، این یک معنی میده، یه جور اثر ده. وقتی میگن آقا یک کشیده، حالا ببینید دست به همون حالت میدن، این مضاعف میکنه اثرشو در مخاطب. آقا یک دو گوشی زد که برجست. ببینید این چیزی هست به نام کنتاکت آس. من بیشتر همین مقابلات و گفتگوهای کلیسایی رو در توی تلویزیون نگاه میکنم، چون واقعا خطابه اینها و گفتارشون بسیار بسیار از نظر انگلیسی عالی و مقویست، واقعا خیلی خیلی کامله. شما نگاه بکنین اصلا من میبینم این نه یک لحظه میشینه، نه یک لحظه، اصلا میپره گاهی هوا، یعنی هر چه اکشن بیشتر مناسب تر. ولی چون الان حضرت عالی این راهنمایی فرمودید که از دیدگاه به حساب تکنیکی هست، خیلی خیلی از شما ممنون هستم. اتفاقا برخلاف فرمایش آقای سعیدی، خدا انشالله رحمت کنه رفتگان شما رو، خودتون رو طول عمر بده که مسائلی رو که میدونی و در حیطه اطلاعاتتون هست بدون عرض کنم شارج اضافی مرحمت میکنین و دوستان رو هوشیار میکنین. خیلی ممنون میشم که بعدا اگر مسائل دیگری هم هست باز به من بفرمید که
خودسازی بکنید. بله، من امروز میخواستم باهاتون تماس بگیرم ولی گفتم که رفته بودم بیرون و یه جایی هم دوستی اون 45 دقیقه دیر کرد، این شد و الان میخواستم باهاتون تماس بگیرم یکی دو تا نکته همون تکنیکی از لحاظ ویدیو، نه از لحاظ فن بیان. و چقدر شما این رو درست گفتید. بذارید من به دوستان بگم که اگر کسی میخواد بره کلاس، اینجا کلاس هایی هست که این فن بیان در حضور دیگران صحبت کردن، طرف میره دانشگاه، میره پول میده که بهش یاد بدن چجوری در مقابل دیگران صحبت کنه. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم دارم دستاهو تکون میدم، بعدا میبینید. و اونی که شما کسی که دستشو حرکت میده نشون دهنده حالتش هم هست، بعضی وقتا با دستش تایید میکنه، تاکید میکنه، اینها خیلی باز قشنگ گفتید. دوستان این کلیساها، این پدر روحانی ها رو ببینید، میاد 2 ساعت 3 ساعت صحبت میکنه و میلیون ها دلار جمع میکنن. اینا اگر نمیتونستن با فن بیان به مغز و به روح و دل و طرف جا پیدا کنن، همشون از گشنگی کنار خیابون بودن. و اینا هیچی در دین خودشون، روحانیون در دین اسلام، خاخام ها در دین یهود، برون این آقایون سیاسیون یاد بگیرن، اینا رو برن یاد بگیرن که این تأثیرات از کجا ناشی میشه. دقیقاً. حالا اگرم آقای سربی جان نمیرسن که به اونجاها برن، که خب لازم هم نیستش برای رفتن، تلویزیون های زیادی هستن، من دیدم و میبینم خیلی زیاد، که اینها خیلی جالب، برای که همینطور که میفرمین من هم 31 سال 2 سال قبل که اومده بودم این ESL و این حرفا که بود یادمه. در ایران مینوشن ما برای کسب مدرک آمدیم، نه برای درک مطلب آمدیم. اینجا مینوشن ESL classes is very good but زیرش مینوشن for teachers not for students. ولی خب تیچرا میدونی حقوقشونو میگرفتن، چپچخ هم میکردن، یک باشی هم بیزبون نشسته بودن اونجا و آخر هر سیمستر هم قضاهای مختلف هر جماعتی میاوردن. کانادا که اینجوری بود، نمیدارم حالا امریکا اینجوری بودنه. بله، هم آلمان هم امریکا، من این دوتا رو رفته همین بنا آشنایی با کالچر و این حرفا، یک قضاهای میاوردن که اینا اصلا اینقدر میخوردن که باور بفرمایید به سرحد ترکیدن میرسیدن. اصلا با عمرشان این تو غذاهای قشنگ سنتی نخورده بودن. به هر حال میگفتن خیلی کلاس های مفیدی است اما برای تیچرز نات فور استودنت. خانم ها آقایان اگر بخوان زبانشون از نقطه نظر به اصطلاح راهای مختلفش و جهات مختلفش بشود، به نظر من همین بهترین شخصیت ها همینی بود که الان شما هم اشاره فرمودین، این پریست ها، این عرض کنم مینستر های چرچ ها، نحوه ای صحبت میکنن که میرابو باید پیاد پیششون لون بندازه به قول ایرانی ها. این ماجرای لنگ انداختن ما اون روز گفتیم، نمیدونم شما تعبیر دیگه ای دارید یا کاملا فرمایشتون درست هستش. اتفاقا من مجموعه مصطلح چیزهای امثالی دارم که شرح حکایات تمثیله این لنگ انداختن رو ندیدم، ولی در مجموع افراد بزرگ و قوی و محترم و عرض کنم پولدار و حاج آقای محل و این صحبتها رو من یادم هستش در همون بچگی. اگر خاطرتون باشه آقای سربی، من نمیدونم شما گرمابای عمومی شد یادتون نیاد، وقتی که میامد از همون سر جامداری بالا، از اون بسیار بالاترین مقام حمام داد میزد تا اون پایی که لون بیاد، یعنی پیش پای آقا لون بنداز. بله بله، 10 تا لون مینداختن تا مثلا حاج آقا از اینجا بره بشینه تو سربین مثلا توی اون صوفه و بیان مشتمالش بده. فکر کنم بیشتر برای این بود که به اصطلاح پاش چون خیس بود نجس نشه تا میرسه به اونجا. نه، اصولا این یک احترام بود. بله اوکی، مزیت بود که لونگ بیار برای آقا. بله. مال آدم های معمولی رو ممکن بود یه لونگ عوض کنن از اون دم که میاد تا اونجا، برای فلان آقا مثلا 5 بار لونگش عوض میکرده. یک نوع احترام بود، یعنی باید بابا پیش پای آقا لونگ بندازی. بله. لونگ بندازی یعنی از خیلی جهات بالاتر، حالا یا پول بود یا علم بود یا هر چی که بود. بسیار ممنون. اجازه بدید من، چون دوستان شکایت کرده بودن که خیلی تلفن و ایمیل نشون میدیم، یکی دو بار بیشتر نشون ندادم، الان هم یه بار اینجا نشون میدم. دوستان اگه مایل هستید تماس بگیرید با آقای افشارها، تلفن ایشون هست 905 737 51 58
کانادا و ایمیلشون هست info@kaveacademy. آقا شما در اون نوشتن اینا بعضی حروف شو در کپیتال نوشتی، اینا همش لوئر کیس کپیتال، عمدن عمدن این کارو کردم. توی ایمیل اپر کیس و لوئر کیس یا کپیتال مهم نیست، عمدن اینجوری نوشتم که تا طرف نگاهش میکنه اون کاظم رو از به اصطلاح کاوه رو از آکادمی جدا کنه. در صورت ممنونم از شما. من از شما خیلی متشکرم. وقت به پایان رسیده، دست تک تک عزیزان و رفقا و شنوندگان رو به عنوان احترام خواهرانه و برادرانه بوسه میزنم. امیدوار هستم اگر خطا میبینن ببخشن، اگرم چیزی رو میبینن عصبانی نشن، به ما یادآوری کنن. همین آیسور بی بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. من هم همینطور به امید. یه سوالی از شما، جمعه هم هستید با ما سه بعد از ظهر؟ کی؟ جمعه؟ جمعه؟ بله. اوکی. می‌خواستم برم منتفی شم. چون قبلا اونجوری گفته بودم، حالا پس جمعه فکر کنم خبرهای جدیدتری درباره انتخابات داشته باشیم، ولی هر جوری که شما خواستید، برنامه مال شماست. من همون برنامه خودمونم جریان، هم فقط چون این روز رو جلوتر بود گفتیم ممکنه 10 نفرم به حرف ما توجهی بکنن. بابا برین عادت کنین، طرفداران دموکراسی ما که خیال ما راحت، نه رأی میدیم نه کار، چون به این سیستما اعتقادی نداریم، سیستمای دموکراتیک. اگر یک روز خواستیم رای بدیم، باز هم در همون کشورهای نادموکراتیک راضی ترین رای بدهیم تا اینجا. ممنونم از شما، بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. با امید دیدار. خب دوستان عزیز، با آقای دکتر کاظم افشارها بودیم. شما اگه بخوان با ایشون تماس بگیرید، ایمیل ایشون، تلفن ایشون هست و ما رو این وسط به اصطلاح هیچ اشکالی نداره اگه بخواین سی سی یا کاربن کپی یعنی در جریان بذارید، که اونم به نظر من این کارو نکنید. ایشون یه برنامه گذاشته، شما میان صحبت میکنید، شما میان نظر میدید، میشنوید نظر میدید، بعد ایشون دوست داشته باشه از نظرات شما در برنامه استفاده میکنه و صحبت میکنه، دوست نداشته باشه هیچی. من چندین عکس خوب گذاشتم اینجا که نشون بدم، اجازه بدید که بله، یک آقایی به نام آقای جهان تقدیری. دوستان من سعی میکنم توی برنامه ها یه چیزایی رو که یا فکر میکنم درسته یا دیگه به هم ثابت شده درسته به شماها بگم و شماها هم این کارا رو یا انجام بدید یا انجام ندید، دیگه هر جور دوست دارید. ببینید، یه آقای به نام جهان تقدیری، معمولا این دوستان عکس ندارن، جایی ندارن، و هر وقت که ما مینویسیم که ما فلان ساعت برنامه داریم، این دوستانی که بینا میگن زیرابی رفتن، چتر باز بودن، و این درست نیست، میان تبلیغ به اصطلاح فیسبوک خودشون رو میکنن. ببینید من الان دارم برای ایشون مجانی تبلیغ میکنم، جهان تقدیری، برید ببینید. ولی دوستان اون کاری که شما میکنید یه جوری مثل دزدیه، حالا بهتون میگم چرا. شما حقیقتاً اگر از یه فروشگاه خرید کردی، وقتی داری میای بیرون دم در یک تابلوی گذاشته نوشته این برای آگهی برای مشتریا، من یه ماشینی فولکس واگن دارم میخوام بفروشم میذارم، شما میای خرید میکنی، میای ماشین میخوای بخری، میبینی تماس میگیری، این درسته. ولی اگر شما از اون فروشگاه خرید نمی کنید، برید این کار رو انجام بدید، به نظر من شما دزدی کردی از حق اون فروشگاه. شما وقتی که اینجا میگه آقا شما با ده دلار میتونی مثل یک آدم بیای، آقای کیانزاد دیروز گفت آقا این، ببین حالا من دیروز گذاشتم الانم تبلیغشو براشون میخونم که ما این حسن نیتمون رو نشون بدیم و شما دوستان هم یاد بگیرید. دوستان بزرگترین اشکال ما مفتخوریمون هست، آقای خمینی هم از مفتخور بودنمون استفاده کرد. چرا میگید سوء استفاده؟ آقا حسن استفاده رو کرد از مفتخوریمون، حسن استفاده رو کرد و آمد گفت من به شما مفتخورا چیزای مفت و مجانی میدم، ملت هم همه رفتن دنبالش. حالا هی نگید من بودم، من نبودم، بنده نبودم، ارتشی بودم، توی حکومت نظامی بودم، قشنگ حکمم هم معلومه، سالمش معلومه، همه چیش معلومه، عکسام هم هست که حتی آمدن ماشین منو خط انداختن نوشتن تا در لشکر یزیدی و از به همین قرار است. آقای کیانزاد این آگهی حمله به دفتر مرکزی حزب پانیرانیز رو
خواستن هزینه کردن گذاشتیم روی مردم تیوی. دوستان وقتی میگیم هزینه کردن، نه که 1,000,000 دلار دادن، نه که 100,000,000 دلار دادن، 10 دلار. ولی ایشون گفت که هزینه کردن یکی از راه های موفق شدنه. اگه خمینی 300,000,000 شما میگی گرفته از کارتر، خب اولا ارزه داشته که گرفته، دوما خرج کرد. اگه خرج نکرده بود مینشست روی فرانسه میخورد 300,000,000 دلار رو، که میشد مثل آقای فرهاد پارسی، بچه خواهر، میگه من بچه خواهر بختیارم، میگه من مسئول پولا بودم، خورده و خوابیده و دختراش هم اونجا کار سینما و فیلم و اینها. همش من و شما مشکلمون از خرج نکردنه. در هر صورت من اینو میخونم، سازمان برون مرزی حزب پانیرانیست، همبستگی ملی، یک پارچگی ایران، حاکمیت ملت، پاینده ایران، سازمان برون مرزی حزب پانیرانیست. من فکر میکنم این دوستان اول کار نباید اینقدر تبلیغ کنن، شعار بدن. بله، بالای یه کاغذی، یه حزبی، یه چیزی، یه اسلوگن یا یه تبلیغ یا یه حرفی داره، اینا دو خط سه خط فقط دارن شعار میدن. بعد که میای پایینش قشنگ بنویسید کی هستید، چی هستید، ایمیل ها و وبسایتتون اونها رو درست کنید، برید بخونید. اینو گذاشتن، از دیروز تا حالا 209 نفر آمدن اینجا. ببینید من بیارمش بالاتر، شما هم ببینید اینها دیگه 209 نفر ریچ. ما با یه دوستی داریم صحبت میکنیم، هی میگه این شماره ها خیلی بهش اطمینان نکن. میگم آقا تو هر وقت خودت یه ویدیوی میذاری، میای شماره ها رو به رخ دیگران میکشی که ویدیوی من 400 تا داشته. هر وقت ماها یه کاری میکنیم میگید به این شماره ها اطمینان نکن. آخه نمیشه یک بام و دو هوا. خوشم میاد آقای مصطفی زاده یه چیزی برای من نوشته بود، نوشته بود به قول خودت نمیشه، به قول خودت نمیفهمم. دوستان عزیز، ساعت 4 بعد از ظهره و همینجا من با شما خداحافظی میکنم. از آقای سعیدی ممنونم، از آقای جمشید ممنونم. و جمشید جان، من دو بار یا یه بار با خانم حاله نظری مصاحبه کردم، با وجودی که ایشون با عقاید من مخالفه، بدونی که پولی داده باشن به تلویزیون. شما دفعه دیگه که دیدیش بهش بگو شما یک نفر آدم مخالف رو حتی اگه حاضر باشه پول بده توی تلویزیون ایران آریاییتون میارید، و اون وقت بفهمید که اونی که تبلیغ میکرد نمیدونم دستمال من حلیره و فلانچی پنیره و اینها، با کسی که زندگیشو ول کرده، درآمد خوبه کار کردن برای دولت آمریکا رو ول کرد. وقتی میگم دولت آمریکا، فکر نکنید من مثلا رئیس فلان بودم، ویداد، ویرجینیا دیپارتمنت آف ترانسپورتیشن، اونایی که اینجا هستن میدونن من سالی چند میساختم. فیلمش هست که همین آقای بهوانی، همین آقای داور، ببینید من دستامو حرکت میدم، دوربین دوستان وقتی تو دوربین صحبت میکنید خیلی که دستتون حرکت میدید، مخصوصا وقتی نزدیک نشسته باشید. بارها به من گفتن دستای من بزرگه، اون که نگاه میکنه سردرد میگیره. حالا باز بریم فن سخن رو از این چیزا یاد بگیریم، این پدر روحانی ها و اینها. اونا اولا اگه نگاه کنی بیشتر دوربینا رو دور نگه میدارن، به دو دلیل. یکی این که میخوان دروغاشون از توی چشمشون، از توی صورتشون، از توی حالتشون پیدا نشه. یکی این که این مشکلاتی رو که ما داریم، دستم رو تکون میدم شما سر درد میگیره، نداشته باشه. ممنونم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. برنامه‌های زنده ساعت 50 دلاره، مینیمومش 100 دلار. توضیح میدم چرا مینیموم 100 دلار. که ما یه جا به یه دفعه 600 دلاری رو از دست میدیم. برنامه‌های از قبل ضبط شده شما رو پخش میکنیم ساعتی 20 دلار. اگه این زیاده جای دیگه کمتر هست به ما اطلاع بدید تا ما کمتر بگیریم. بهتون گفتم این آقای صبری حسنپور، دوست خوب خوزستانیمون، تلویزیون رهایی، ببینید تبلیغ اصلا چپ و راست برای این اون مجانی، چون نمیترسم، حراسی از اونها ندارم. آقای صبری حسنپور نمیتونه رقیب من باشه. بعد دیدیم وقتی خودش شروع کرد اینو میآورد، دکتر فلانی مجانی، دکتر فلانی مجانی، دکتر فلانی. بعد دید آقا با پول از گوش و گلو زن و بچهش بگیره بره بده به اینا، شروع کرد پول گرفتن. بعد دیدیم آقا عجب پولایی هم میخواد از مردم. برید بزنید ببینید نشته ربع ساعت 100 یورو، نمیدونم نیم ساعت 100 یورو.
نرخ ما اینه، اونجا ارزون تر میده برید اونجا، تلویزیون بیبانی از بی برنامگی بدجانی بهتون میده برید اونجا. ولی بهتون گفتم، طرف زنگ زد گفتیم اینجوری، گفت آقا صد رحمت به شما، همین اول میگی اونا ما رو میکشن اونجا، وقتی میکشن اونجا بعد میگه حالا این ماه برقم قطع شده، تام دیگه موندی دیگه، کردیت کارتو میدی $300 میدی، مواظب خودتون باشی. روز روزگار بر شما عزیزان خوش، به امید دیدارتون. گفتم برنامه آقای شبستری 52 برنامهش رو به ترتیب نشون میدیم. اگر آقای شبستری مرتب این برنامه ها رو، چون بعضی وقتا صبح زود میفرسته، بعضی وقتا حین برنامه من میفرسته، اگه من بدونم که ایشون 10 چهارشنبه ویدیوش اینجاست، من چهارشنبه ها بعد از برنامه خودم قشنگ سر ساعت 4 برنامه ایشون رو پخش میکنم. ولی بعضی وقتا شده تا 2 وای میسم برنامهشون نمیاد، حین برنامه ویدیوشون میاد، اون موقع من 1 باید طول بکشم تا چیز بشه، به اصطلاح اینجا میگن دانلود. ضمن این که یه چیزی هم من به شما نشون بدم، دوستانی که بعضیاتون میگید ما برنامه های زنده رو نمیبینیم، یه مقداری پول خرج کنید، یه سرعت اینترنت درستی بگیرید، ببینم کجا گذاشتمش، سپید تست ببینید، بعد خودتون میتونید تست کنید. اینجا الان ببینید من براتون نشون بدم، بله نگاه کنید دوستان، اونی که وقتی یه باکس میخرید بهتون میگه 2 نه مگابیت، این بایت نی بس بکنم بیت باشه، مگابیت پر سکند، اون 2 میگه، ما اینجا 120 داریم، 101 یا 100 تا، حقیقتا ما 100 خریدیم، ولی اینها میذارن یکم بالاتر که کم فروشی نکنن، چون اگه کم فروشی کنن عکس میگیریم یقشونو میگیریم. و ببینید یه چیز دیگه هم که مهمه، بهش میگن پینگ، مثل پینگ پونگ هستا، اصلا همین کلمه از اون میاد، پینگ پونگ، تق تق میره میاد میره میاد، این اینجوریه 7 میلی سکند، یعنی 0.007 ثانیه ارتباط ما برقرار میشه، اگه اشتباه نکنم، حالا سعید و دوستان دیگه واردن بگن، 101 مگابیت پر سکند، یا بعضی ها میگن مگابیت پر سکند، هرچی درسته، دانلودمونه. ما چون کارمون استریمینگ هست 127، بگو البته ما 100 خریدیم، 121 آپلود. خب ما با سرعت بالاتر و بهتری میفرستیم که کیفیت تصویر اینجوری باشه که من اگه دستم موهاش و چیزه شما ببینید، اونا براتون رو 140 و اینا میفرستن، موقع بازپخش من اینو میارم روی 200 و 170 و اینها. یک کمی اگه دارید از اینترنت همسایتون کش میرید، اگه خونتون آپارتمانتون برای سر مکدونالد دارید از اینترنت مکدونالد استفاده میکنید، اونا چیزایی رو که برای گست یا مهمان میذارن ضعیفتر میذارن که شما نتونی ویدیو نگاه کنی. در هر صورت من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. مرسی مرسی مرسی.